دوستان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشید. چهارشنبه است، 10 آپریل سال 2019 میلادی و برابر است با 21 فروردین 1398. خبر خوب اینه که سپاه پاسداران به لیست تروریست ها اضافه شد. 40 سال هست که هر خبری میشه میگن این دیگه ضربه نهایی و سقوط آخوندهای جنایتکار. 100 بار حداقل ما این رو شنیدیم، حالا امیدواریم که این بار درست باشه. یعنی دیگه هیچ دلیلی شما برای نشستن ندارید، بلند شین برید حمله کنید، بشتابید. و اما امروز ساعت 2:30 با آقای فرزاد نیساری هستیم و ساعت 3 شما رو میبریم خلیج فارس با دوستمون، گفتار عقل بشر رو گوش میکنیم، بلکه هم عقلمون بهتر بشه هم بشر بشیم انسان بشیم. و اندی هم 27 آپریل در گریس تیتر برنامه کنسرت داره. از اون ور آقای بیژن جعفری هم در والنتاینز موتور به دنبال استخدام دوستانی هست که مایل باشن کار مکانیکی انجام بدن یا مدیر و مسئول و منیجر باشن. سعی میکنم در طی برنامه فیسبوک آقای بیژن جعفری و فیسبوک بیزینسشون رو نشون بدم. اگر شما سوالی دارید لطفاً مستقیما با خودشون تماس بگیرید، چون من نمیتونم جوابگو باشم. و ممنونم از آقای شاهین فاتحی که آدم بسیار خوبی هست، انسان شریفی هست، نوشته های خوبی مینویسه با منطق و اجازه میده که اونجا یک سکوی ارتباطی باشه برای دیگران. حالا اگه بعضی ها سوء استفاده میکنن، اونها شعور و معرفت خودشون رو نشون میدن. البته باید گهگاهی هم به اصطلاح دیگران مسئول باشن. آزادی رو نگیم خب آزاد هر کی هر کار دلش میخواد، آزادی من تا جایی هست که آزادی شما شروع میشه، اونجا دیگه من با وایسم، آزادی شماست، آزادی شما تا جایی که آزادی دیگری شروع میشه. مراسم تشییع جنازه و یادبود جمشید مشایخی و دزدی هایی که متاسفانه در تمام مراسم ایرانی بوده و هست، به امید روزی که نباشد. گویا تلفن های مردم رو در این مراسم دزدیدن. من یادم میاد حتی توی برنامه هایی که خصوصی مهمونی های شخصی و اینها، و بعضی وقتا فامیل اقوام اینها چی گم میشد و این خیلی بده. البته ویدیویی را آقای فرزاد نیساری گذاشتن روی سایتشون یا یکی دیگه، این دیگه حالا بگیم سایت، روی صفحه فیسبوک که حکایت میکنه که این چادرهای هلال احمر یا چادرها و وسایلی که مردم فرستادن تا کمک باشه به سیل زدگان، گویا طبق معمول در بازار به فروش میرسه و اون سیل زدگان حقیقی هنوز چیزی به دستشون نرسیده. من بارها گفتم خودتون سعی کنید افرادی رو پیدا کنید توی فامیل، توی خانواده، که بهشون اطمینان داشته باشید و کمک های خودتون رو به وسیله اونها بفرستید. در هر صورت نمیدونم چه باید کرد. و آقای اکبری هم با ما هستن، میگن که سلام سوربی، خوشبختانه امروز موفق شدم مستقیم برنامه رو ببینم. خیلی خوشحالم که با ما هستید. خوشحالم که آقای پرویز جرمنی هم با ما هستن.
ایشون هم مثل من بدبین هست به این موضوعی که دیگران خیلی خوشبین هستند. میگه من ضمانت میکنم هیچ چیز در ایران تغییر نمیکند. خب آقا پرویز، اگه شما اینو میدونی منم اینو حس میکنم، چجوریه که بعضی از این دوستان اینقدر یه دفعه هیجان زده میشن، همچین میپرن بالا که سرشون میخوره به سقف، دو سه روزی گیجتر از اینی که هستن میشن؟ چرا واقعا؟ خب و اما ما اون روز وایساده بودیم این میل باکسمون رو درست کنیم. میل باکس یعنی صندوق نامه. توی آمریکا من اولین بار که اومدم تو آمریکا دیدم که اینجوری هر کسی یه قوطی جلوش خجله و خونش نامه ها رو میرسه. توی آپارتمان ها یه صندوق های بزرگی هست مثل پستخونه، شماره داری، شما میری کلید میذاری باز میشه اینها. ولی توی خونه های اینجا از قدیم رسم بر این بوده که پستچی هر روز میاد میچرخه، نامه داشته باشی بهت میده، نامه داشته باشی که پست بشه برات میبره و الی آخر. این خونه ای که ما آمدیم دیدیم این قوطیش خیلی لق و لقه، هر وقت بیچاره این پستچی میاد میبنده در رو باز میکنه و اینها. گفتیم بابا یک میل باکس درست حسابی بذاریم. سلام با آقای مانی عزیز، هم درود گفتن، درود به شما، هم سلام، خیلی من. و داشتیم این میل باکس رو درست میکردیم، دیدیم یک پسر سیاه به اصطلاح میشه گفت 13-14 سالش بود. این سیاه ها بعضی هاشون خیلی درشتن و ماجراش برمیگرده به این که وقتی دوستان کلیمی این ماجرای بردهداری و اینها رو شروع کردن و میرفتن اینها رو میآوردن، مثل اسب که میخوان بخرن دندونشو نگاه میکنن، پاشو میگیرن بالا، نعلشو نگاه میکنن که زخم نباشه و اینها. این سیاه پوست دارم واقعا مثل اسب، چون مثل ماشین که شما میخوای بخری امتحان میکنی، به اصطلاح لاستیکش نگاه میکنی، کاپوت رو میزنی بالا اینها نگاه میکنی، اینا کاپوت اینا رو میزدن بالا نگاه میکردن. به همین خاطر اینا خیلی معمولا درشتر از دیگران هستن. و این پسره وقتی که داشت رد میشد، اینجا یه جایی هست بهش میگن واکوی، واکوی یعنی پیاده رو، خیلی کم میبینی تو آمریکا. اصلا آمریکا آدمای پیاده رو جزء آدم حساب نمیکنه، چون میگه من که از این سودی نمیبرم، هی باید براش جاده درست کنم. بیشتر دنبال ماشین و پول و مالیات و لاستیک و تعمیر و بنزین و اینا هست. خلاصه این آقای وقتی آمد مثلا یک ده قدمی مونده به من وایساد و از اونجا سلام کرد، های. بعد دیدم یک باکسی، مثلا شما یه چمدون رو به جایی که بگیری دسته، این چمدون دستگیره نداشته باشه، چمدونه رو بزنی زیر بغلت، خب آدم اذیت میشه دیگه. میگن میدونی شما باشه میتونی ممکن 100 کیلو رو برداری، ولی اگه این 100 کیلو رو کردن به صورت یه صفحه خیلی دراز که دیگه نمیتونی، با 4 نفر باشن یادتونه میگویم وزنش کمه ولی بد دسته. خلاصه ما دیدیم وایساد، شروع کرد صحبت کردن. بهش گفتم بیا جلو، من صدای شما رو نمیشنوم. آمد جلو صحبت کرد که من یکی از اعضای ویرجینیا یوت کلاب هستم. اینجا بیارمش جلوتر شما ببینید، شاید هم خواستید بعدا چیز کنید، این پایینم آدرسشون هست. ویرجینیا یوت کلاب هستم و ما پول جمع میکنیم از شهروندا که شروع کنیم کلاسایی رو داشته باشیم، کارآموزی و فلان و اینها. بعد گفتم اوکی وایسا تا من برم داخل پول نه، گفتم کارت بده من رو وبسایتت. گفت اونجوری اون وقت به من نمیرسه، میرسه به اون کسی که چیز میکنه. گفتیم خب وایسا. آمدیم یه پولی از تو کیفمون در آوردیم و بهش دادیم. بعد دیدم که این کاغذ رو داد و وایسا گفت که یکی از این چیزها رو هم میتونید شما برداشته باشید، هر کسی که بیشتر از $10 بده میتونه یکی از این. گفتم اینا چیه؟ گفت شمع، اون یکی کوکیه، بیسکویت اینها. گفتیم که خب این شمع رو بده برای حضرت عباس روشن کنیم، بلکه دست در بیاره. بعد گفت که این شمع کوچولو رو نگی، این شمع بزرگو بگی، مادر من این شمع رو خیلی دوست داره، هر وقت میره حمام، اینجا دیگه حالا عادت شده، هر کی میره حمام یه سیتای شمع روشن میکنه.
از این ور میگن دود بده، از اون ور میگن بوش خوبه و فلان اینها. گفتیم باش، شمع رو گرفتیم و گذاشتیم اونجا وایسادیم، داشتیم کارمون رو انجام میدادیم. همسایه، حالا ما اینجا جدیدیم دیگه، ما اینجا 2 ماه 3 ماه آمد، همسایه از اونجا دوید آمد. وقتی که این پسر به اصطلاح خداحافظی کرد و رفت و اینا، ازش پرسیدم آبی چیزی نمیخوای، نوشابه ای نمیخوای؟ گفت نه خیلی ممنون که پرسیدید، ولی من دارم تو همین جعبه ای که دستش بود، خیلی پلاستیک بد شکلی بود. خلاصه این که رفت، این همسایه آمد، یه آقایی بود از من جوانتر، گفت شما میدونید این کیه؟ بهش کمک کردید؟ گفتم نه، من همین الان دیدمش. و گفت که من از یوت کلاب هستم و اینها. گفت که نه، بعضی از اینها دروغ میگن، بعضی از اینها خودشون یه سری کاغذ چاپ میکنن، میان پول از مردم میگیرن. گفتم همینجا شما وایسا، من که به این $10,000 ندادم، که یه مبلغ کوچیکی بهش دادم، گیرم که این دروغ بگه. من ترجیح میدم این دروغ بگه. رفته یک جلیزقه زردی پوشیده که روش شبرنگه که ماشین بهش نزنه، خیلی مؤدب اومده از 10 قدمی من وایساده، سلام کرده، به حریم شخصی من نزدیک نشده تا من بهش گفتم بیا جلو. خیلی قشنگ صحبت کرده، به من گفته که ما اینو میگیریم prepare for responsible citizenship، میگه ما با این کارمون جوونا رو آماده میکنیم، prepare آماده کردن، responsible مسئول، citizen یعنی مردم، شهروند. بعد میگی که learn a career skill، ما یاد میگیریم مثلا یه شغلی رو، نجاری، مکانیکی، آشپزی، هچ. و یکیش earn their own، یاد میگیریم چجوری پول به دست بیاریم داشته باشید. و یکی دیگرش هم هست practice in community service. community service آمریکایی‌ها خیلی زیاد دارن، برعکس ما ایرانی‌ها که اگر بچه‌مون آمد گفت من میخوام برم امروز آشغالای اینجا رو پاک کنم، میگیم دیوونه شدی؟ آشغالا رو که ما پول میدیم میان پاک میکنن، گور پدرشون بذار پاک کنن. آقا اینجا شنبه یه شنبه بلند میشن، کیسه زباله خودشون میخرن، میبرن آشغالا رو جمع میکنن، بعدم میزن تو ماشینشون میبرن، میزن مال. اینه که این مملکت تمیزه. شما اگه آشغال بخوای پیدا کنی باید بخری، گیر نمیاد. حالا ما که هنر نزد ایرانیان است و بس، همش نشستیم که دیگران کمک کنن. به این آقا، آمریکایی هم هست، میگم آقا من ترجیح میدم این اگر دزدم هست اینجوری مؤدبانه با برنامه با وسیله بیاد از من دزدی کنه، تا اینکه وایس اینجا من که آمدم تو بگه خب این الان بیرون بوده، پیرمردی هم هست، حالا تا میخواد بره تو باید دستشویی بره، بعد که میخواد بیاد میخواد چایی بخوره، پس نیم ساعت طول میکشه، من میتونم شیشه ماشینشو بشکنم، چیزاشو بردارم ببرم. این از سعید سوال کنید، کالیفرنیا چند سال پیش شیشهشو زد و زد شکنده بودن، و چه احساس بدی به آدم دست میده. شما وقتی این پول رو کمک میکنی یه احساس خوب خوشایندی به دست میده، ولی وقتی میان چیاتو میدزدن یه احساسی به دست میده که میگی اصلا اولا چرا این بلا سر من بیاد، و من حالا 1000 تا کار داشتم، حالا وسط این کارا شیشه شکسته، ماشین اینجوریه، چیامو دزدیدن، باید برم. گفتم آقا جون شما هر وقت از این آدما اومدن در خونتون، هر وقت اومدن و فکر کردی که این دزده از طرف من $10-$20 بهش بده، بیا از من بگی. گفتم آقا برو ولمون کن، خجالت بکشی، شما هم دارید مثل ما میشید که آمدیم شما رو هم خراب کردیم. که اینم از این ماجرا، این همیشه گذاشته بودم رو میز که بهتون بگم. ویرجینیا یوت جوانان کلاب، این هم YMCA، یادتونه وقتا میخوندن آهنگ YMCA، ما میگفتیم وای درس رو، ویرجینیا یوت کلاب. اینم از این ماجرا. بابا انقدرم دیگه نباید به همه شک کنیم،
آقا من به هیچ که کمک نکنم، چون ممکنه این کمکه رو نبره بده اونجا، بره آبجو بخوره. آقا بذار آبجو بخوره، بیشتر کمک کن که انقدر آبجو بخوره بمیره بتره که آخر مجبور بشه بره یک کمکی بکنه. نه به این بهانه که ممکنه این پول من رو بگیره و بره آبجو بخوره من کمک نمیکنم. یعنی هممون دنبال یه بهانه میگردیم که کمک نکنیم. بگردید دنبال یه بهانه پیدا کنید که کمک کنید به دیگران. در صورت اینم روزه من بود. خب سپاه پاسداران در لیست تروریست ها قرار گرفت و اما انتخابات در اسرائیل که دقیقاً این سپاه در لیست قرار گرفتن دقیقاً بخشیدن و این بلندی های جولان به اسرائیل و اینها درست همزمان با برنامه هیتلر ما و آقای نتانیاهو. خیلی جالبه ها، در قرن 21 هیتلر با کلیمیا دوست شده. هیتلری که دو سه سال پیش میگفت این کلیمیا دشمن دنیا هستن، با وجودی که دختر خودش اول کلیمی شده، بعد ازدواج کرده، بعدم بچه هاش الان یهودی هن، کلیمی هن. و این مردک شالاتان حالا تازه گندش بالا اومد که چرا اون زنیکه که با وجود این که چقدر آدم بدی بود دیگه گفته که نه بیشتر از این من نمیتونم بد باشم. این گفته بگیرید این بچه ها رو بندازید زندان، مادرهاشون رو برگردونید، پدرهاشون رو برگردونید کشورهای خودشون. زنه گفته که این کار غیر قانونیه، تا هم که دست به دروغ گفتنت خوبه، فردا تا گفتن میگی من نگفتم. الان به این زنه گفته بگیرید بذارید، دیروز میگفت من نگفتم، اوباما این کار میکنه. آقا اوباما مرد، تو هم انشالله خفه بشی بمیری، تموم شد. اوباما این قانون که پالیسی هم از قانون نبوده هیچ وقت اجرا نکرد، ولی هیچ وقت هم نرفت منتفیش کنه. تو یه پدر سوخته شالاتان با اون به اصطلاح دادستان کل، یک مجت کوچولویی بود سیشن اسمش بود، شما اجرا کردید، شما آوردید حتی طبق بایبل خوندید و گفتید که بله تو بایبل هم گفته بگیرید و بریزید بیرون. حالا شما باورتون میشه؟ الان چند سال بود به خاطر اینکه وضع اقتصادی مکزیک خوب شده بود به خاطر کارهایی که رفته بود اونجا، شما ماشین حالا هر قطعهش که نگاه میکنه نشته Made in Mexico، خیلی چیزا به جای Made in China نوشته Made in Mexico. طرف میگه آقا من بیام اینجا بخوابم 8 نفر توی اتاق فلان، اینجا اینجا خونه ننوبوام خوابیدم، توی کارخونم کار میکنم اینا. ولی از زمانی که این اومده گفته بگیریم و ببندیم و بزنیم، تعداد اینایی که میان اینجا که بلکه برسیم با آمریکا قبل از اینکه ترامپ بیشتر از این محدودش کنه زیاد شده. انقدر زیاد شده که خودشون نمیدونن چیکار کنن، نه جا دارن که اینا بخوابن و الی آخر. بعد تمام سیستم دادگاه آمریکا رو مشغول کرده به خلاف کارهای خلافی که خودش انجام داده، همه دنبال اینه. 2 سال 22 ماه حدود نمیدونم 30-40 میلیون دلار هم خرج شد. این آقا بازرس مخصوص رفت و دیروز دیدم پتیک برای من نوشته سوربی داری میری واشنگتن، به این مردک این بار بگو که خوب پول ما رو حروم کردی. این هم یک ولد زنای چموشی آمده نشسته اینجا. من نمیدونم واقعا این جاه و مقام و شغل چیه که اینا اینجوری چسبیدن بهش. بهش میگن آقا تو این نامه‌ای که نوشتی قبلش با وایت هاوس تماس گرفتی؟ میگه من هیچی نمیگم. خب وقتی هیچی نمیگم یعنی چی؟ یعنی بله تماس گرفتم، این نامه رو ترامپ نوشته داده دستی که ترامپ ثابت نشده که من میدونم فلانه. و خود احمقشم که این میپرید بالا و پایین که من از همه چیز مبرا شدم. بله اولینی که مبرا شدی، مبرا از داشتن مغز هست، مبرا از داشتن وجدان هست، مبرا از داشتن شرف هست. خیلی عجیبه، هنوز بعضی از ایرانی ها به این مردک دل بستن. کسی که طبق هر دینی طبق هر مذهبی یه آدم پلید کثیف دروغگو شالاتانه.
ولی باز ایرانی میگه حالا میدونی این اومده پدر پدر آخونده رو در برده. نه آقا، پدر ایرانی ها رو در برده. کجا پدر آخونده رو در برده؟ کدوم بچه آخوندی مرسدس بنز شد جیان، شد پیکان؟ حالا ملت تو ایران میخندن میگن آقا جیان کجا بود، پیکان کجا بود، پراید هست و نمیدونم سمن هست و سنم هست و چی اسم باشینا، کدومشون شدن؟ کدومشون لامبورگینی رو برده داده نمیدونم موتور گازی بگیره؟ تازه اینا وقتی اینجوری میکنن اونا هم بیشتر پولاشونو برمیدارن و در میرن، چون اگه احساس خطرم بکنن پولا رو برمیدارن در میرن. نمیدونم بار. میگه که کثیف‌تر از نتانیاهو و ترامپ متاسفانه بعضی از باریکلا بعضی از هموطنان هستن که حتی طاقت شنیدن انتقاد از این دو رأس شارلاتان رو ندارن. چقدر قشنگ گفتی، دو نفر نباید بگیم، اینها رأس شارلاتان هستن که تا بگیم رأس به حیوانات ما توهین کردیم. اصلا مردکه نتانیاهو یه آدمیه که چون حالا برادرش تو جنگ کشته شده و فلان اینها، همش دنبال جنگه، همش دنبال اینه که یه جایی رو بریزه به هم. و توی مملکت خودش الان دادگاهیه، هم خودش هم زنش چندین جرم بزرگ مرتکب شده. ولی ایرانیا هی سلام به اسرائیل، انقدر به اسرائیل و مردم اسرائیل سلام کن که جون درات، ولی به یک آدم کثیف موجود پلیدی انقدر دلا نشید دیگه. بله، خانم طنازی میگه مجاهدین هم در همین لیست بودن، حالا خانم رئیسشون با آمریکایی‌ها میپره تا ببینم سیاه با آمریکا با سپاه چه خواهد کرد. بازی سیاست مدارها را باور نکنید. والا ای کاش همه ایرانی ها مثل شماها فکر میکردن. نیستن، هستن افرادی نشستن. هنوز حمزه پور که نتونست 20 نفر آقا سر این ماجرای حمزه پور، این آقای کنت تیمرمن دیگه خجالت میکشه با من تماس بگیره. چون تماس گرفت گفت من فلان روز میرم اونجا. گفتم این همین حمزه پور که میخواد بیاد تا میره اونجا؟ گفت بله. گفتم مرد حسابی، این چی میگن حناش پیش مردم ایران رنگی نداره، مخصوصا پیش مردم این منطقه. همه میدونن این یه آدم دوزد و دروغگو و جلاش و بی سر و پاییه. باید تو بلند میشی میری؟ البته خب بمانه، احتمالا هناش پیش مردمی مثل اون آقای فردوس هخامنش رنگ داشته که بنده خدا برداشته پاسپورتش و شناسنامه‌اش رو فرستاده که این آقا دعوتش کنه بیاد آمریکا. واقعا زهی خیال باطل. شما نشسته باشی تو سوئد، نشسته باشی تو بلژیک، نشسته باشی تو نروژ، یک احمقی، یک پااندازی در واشنگتن بگه من میخوام 100,000 نفر بیان اینجا، اونم کی پولش داده؟ عربستان سعودی. چقدر بهش دادن؟ هیچی ندادن، فقط قول بهش دادن. و این انقدر از هول حلیم زود پرید تو دیک که هم خودش رو سوزون هم دیگران. نزد شهرام همایون یه چیزی یادش بده بیاد پول بگیره. و خب بذارید ما ببینیم که 23 دقیقه از ما اون روز سر این اختلاف وقت نتونستیم با آقای نیساری برنامه داشته باشیم. امیدوارم امروز بتونیم. و آقای نیساری، باید شما اگه میخوای کاری انجام بدی، اولین کاری که میکنی تحملت برای شنیدن انتقادات زیاد بشه. دومین کار از دوستان و یاران نزدیک و صادق خودت دعوت کنی که اشکالا رو بهت بگن. چون اگه تحملت زیاد نباشه تا یک کسی اشکال رو گفت شما گفتی بذارش کنار، دیگران اشکالا رو نمیگن، شروع میکنن به به و چه چه کردن، به به و چه چه شما رو بیچاره میکنن. شما آقا اگه میخوای رئیس قبیله باشی باش، هیچ اشکالی نداره. میخوای رئیس جمهور باشی باش، هیچ اشکالی نداره. میخوای شاه باشی باش، هیچ اشکالی نداره. ولی تعارف نباید داشته باشی، یا هستید یا نیستید. ای من که نمیخوام رئیس جمهور بشم ولی حالا شما چون میفرمایید یه چایی با شما میخورم، این میشه همین ماجرایی که این کثافت های آشغال قبلا این کارا رو کردن و مردم دیگه خسته شدن. شما نمیگم با یه چیز خیلی جدید و من در بیاری بیان جلو،
حقیقت رو، اون چیزی که به نظر خودتون هست به مردم بگید. اگه مردم باور کردن اون وقت به شما میپیوند. بعد شما باید نیرو جمع کنید، از هر قبیله که هستید، از هر ایلی که هستید در ایران. بله چرا نه، شماها نشون دادید، شماها نشون دادید که ایران رو شماها نگه داشتید. هر وقت مشکلی پیش اومده شماها بودید که با همون اسلحه های قدیمی و نمیدونم تک تیراندازای پیر آمدید و حریف اینها شدید. ولی متاسفانه دیدیم مثلا اون آقای فولادوند آمد، من نمیدونم مال فلان ایل هستم و اینها، یه مش دروغی، برای که اون مرده که اصلا نمیخواست چیزی رو ریسک کنه. شما نمیتونی اگه نخوای ریسک کنی قدم نذار جلو. هیچ کس به شما نمیگه بیا، ولی اگه میخوای بیای باید حساب کنی من میخوام ریسک کنم، ماشینمو میفروشم، خونمو میفروشم، خرج این کار میکنم، به زن و بچه‌م هم میگم من زندگی کردم، خیلی هم خوشبخت بودم، شماها رو داشتم، الانم دارم میرم، میخوام ایران رو آزاد کنم، و اگر من رفتم برم اتفاقی افتاد شماها افتخار کنید. مثل اینجا وقتی یکی میمیره، شما وقتی میری تو برنامه چیز گریه و زاری نیست، همه میگن ما آمدیم که زندگیش رو جشن بگیریم. 50 سال 60 سال هرچی بوده باهاشون، زندگی رو جشن میگیرن باهاش. خب این هم از این ماجرا، و چند تا چیز گذاشتم که براتون بخونم. این بعد از اینکه با دوستمون آقای فرزاد نیساری صحبت کردیم و صحبتای اون دوستمون از خلیج فارس رو شنیدیم، میریم سراغ نوشته هایی که موجود هست. شما هم میتونید نوشته هاتون رو از طریق فیسبوک و از طریق ایمیل و همه چی دیگه اینجا هست، شماره تلفن هست، تکست هست، ایمیل آدرس هست، فیسبوک هم که اگه دارید منو میبینید از فیسبوک، پس واردید با فیسبوک، پیام فرستادن، کامنت گذاشتن، پیام شخصی فرستادن. آخرین یوتیوبه، یوتیوب ما کامنت چون نمیریم هی بخونیم و عوض کنیم، اونجا کامنت رو دیسیبل کردیم، گفتیم آقا اگه کسی میخواد چیز کنه میدونه مردم تیویه، از اول تا آخرش هم مینسه اینفو، اینها الان بهتون نشون میدم، info@mardomtv.com. خب با این زحمت بکشه یه ایمیلی بفرست. آقای خورسندی عزیز میگه که این رژیم از اول تروریستی بود، ترامپ تخم دو زرده که نکرده، خدا پدرتو بیامرز. سلام سوربی جان، سلام به شما آقای زمانیان. دوستان این فرهاد زمانیان، برید عکسایی که درست میکنه خیلی جالبه، از رضا پهلوی، از مجاهدین، و میدونید طنز یا کاریکاتور، اینها حقیقت به زبان هنری. مثلا شما وقتی آقای هادی خورسندی میاد یه طنزی رو میگه، حقیقت زندگی ما رو توی اون طنز بیان میکنه، من شما لذت میبرم. و داریم که مثلا یک عکس بهتر از 1000 کلمه است، کار فرهاد زمانیان بیشتر تو عکس و این چیزا هست. خب فراخوان همیاری، انسان‌های کوچک دعاگو و انسان‌های بزرگ عملگرا هستند. ما هم آزوران در جنبش ایرانبانان هم بذار بهتون نشون بدم. در زمان آغاز سه‌شنبه 20 فروردین ساعت 10 صبح، مکان خب قربان این که مال دیروز بوده، امروز الان شما برای من فرستادی. فراخوان همیاری، کاروان غیرت ملی برای پاکسازی گلولای و آذوقه رسانی به مردم گرفتار در سیل رژیم دعوت، مکان حرکت میادین مرکزی. این آیه فرزاد نیساری از همون حرکت هاست که به جایی نمیرسه. از شما وقتی میگی مکان حرکت میادین، آقا ببریم شیراز، حالا ما قدیمی هم هستیم، شما یکی بره فلکه اطلسی وایس، یکی بره فلکه قرآن وایس، یکی بیاد فلکه دروازه اصفهان وایس، یکی بیاد فلکه میدون ولیعهد وایس، یکی بیاد فلکه مصدق وایس، یکی بیاد اینجوری که نمیشه عزیز من. ای کاش آخوندام اینجوری فراخوان میدادن. اینجوری نیست عزیز دلم. بابا کارهایی که دیگران میکنن کپیشو ساده بزنید موفق میشید.
الان یکی فرستاده. مرسی. خب بریم کجا؟ سراغ آقای فرزاد نیساری و از همین الان ایراد بگیریم ازش، از همین فراخوان. ببینیم شما فراخوان چهارشنبه سوری رو گذاشتی، چه شد؟ نوتونم آمد، بشقابم زد، کلاه دو گوشم گذاشته بود سرش، کلاه نمدی، چه شد؟ آقا من میخوام صدای گرسنگان رو به گوش سیرها برسونم. آقا سیره که نشسته موزیک گوش میده، هرچی شما تاق تاقش زیادتر کنی صدای موزیکش رو میبره بالا. آقای نیساری اذیتمون نکن کاکوشم، امروز هم که نیستی شما. ای الان 2:30 است که گفتیم به وقت شما میشه 19:30، اگه 5 ساعت از ما جلو. نه خیلی جواب نمیده. آقای نیساری بهمون زنگ بزن کاکو، من میبینم رو چیز هستی روی فیسبوک. بزبین سن آقا کجای خوب تماس بگیر. زدیم رفت. بله مانی میگه سیل بردتش. یه بازی بود آقای مانی عزیز، آقای خورسندی، تو شیراز بچه ها بازی میکردن، هیچی که نبود که، 5-6 نفر دستشون اینجوری با هم میگرفتن، یکی میافتاد روش مثل شنا، وقت این آخری دستش میبرد بالا، این همینجوری میرفت به طرف پایین. بعض وقتا هم یکی نامردی میکرد دستش رو باز کردیم با سر میومد زمین و میگفت وای ننه آب بردم. بعد همه میگفتن آی به گور سیاه. اونای که شیرازیان میگن این سوربی چند سالشه که اون وقتا بازیشون این بوده. حالا چلک مصره و علک دولک، علک دولک و شما تهرونی ها یه چیز دیگه میگی. چند تا بازی اینجوری بود، هفت سنگ بود. ما که نداشتیم که آقا ما بریم فوتبال بازی کنیم، مانو که خدا بخشیان هم نوکر اون باشه بیاد اونجا وایسه گزارش بده که آقا رضا پهلوی گل زد به تیم حرفه‌ای فلان. خجالت آور واقعا. هفت سنگ میذاشتیم رو هم با یه توپ موتی. این دهان درست شد. توپ موتی توپای تنیسی بود که انقدر کهنه شده بود از دانشگاه پهلوی مالوی اینور و بهمون میرسید و ما خیلی هم خوشحال بودیم. آقای نیساری دوستان با ما هستن، اجازه بدیم من تصویر ایشون رو هم به سیستممون بدم و با هم گپی دوستانه داشته باشیم و همون جوری که بهتون گفتم شما هم وظیفه ایراد گرفتن از ایشون رو از همین روز اول به اصطلاح به عهده بگیرید و اگر به نظرتون چیزی ایراد داره بهشون بگید، اگر چیزی رو میخواین ازشون سوال کنید و ایشون هم امیدوارم که پاسخگو باشن. قبل از هر چیز اجازه بدید من سال جدید رو بهشون تبریک بگم. نبودیم دیگه، این 21 روز گذشته که با هم نبودیم، اگرم بودیم دوباره تبریک میگم. آقای نیساری همشهری عزیز کاکو جون، امیدوارم که سال خوبی بوده باشه و با وجود این سیلی که آمد و حال همه رو گرفت باز هر روز بهتر از دیروز باشه تا من و شما بتونیم فردایی بهتر داشته باشیم. من ساکت میشم، این شما و این هم بینندگان تلویزیون مردم و شنوندگان تلویزیون مردم، شما به من بگید، به دیگران بگید برنامه‌تون چیه، هدفتون چیه و همین الان من اون فراخوان رو خوندم و به نظر من ایرادش رو هم گرفتم که مثلا منی که با شما در تماسم چرا تا دیروز این دست من نرسیده، امروز رسیده که یه روز دیرتره، بعد بیاین در همه میادین، به نظر من کارساز نیست. بالاخره یه میدانی در شیراز، یه میدانی در اهواز، یه میدانی در تهران مشخص معین، بعدم بیان اونجا که چه کار کنن. بفرمایید با شما هستیم. با درود بر شما آقای صابری، تصویر من رو خوب دارید؟ بله قربان. این جایی که شما نشستید مثل کارگاه هست نه؟ بله بله، در حال تغییر و تحول این برامور رفتن و نقل مکان هستیم برای همین یه مقدار. بسیار ممنون. بله
البته مثل دفتر مهندسی این زوم کانال پشت سرتون معلومه که پرونده ها و پروژه ها داخلش هست و آقای نیساری، بله این ته 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 نقشی کشی یا بله اینجا اسکویر هم بهش مثل که میگن. خب آقا بگید ببینیم که چه خبره، اوضاع چیه؟ من به دوستان گفتم خب الان که دیگه لیست، یعنی چیزم رفت تو لیست این سپاه پاسداران، هر کسی میخواد کاری انجام بده، جنبشی انجام بده، بهترین موقع است. بفرمایید ببینیم که چه باید کرد. اول با درود بر شما، خیلی ممنون. من هم سال نو رو به شما و به همه همیهنان گرامی و بهتر از جانم تبریک میگم و امیدوارم سال نیکویی برای هممون باشه، اگرچه با اصطلاح برازدگی شروع شده، ولی همت بزرگ و مردان بزرگ با همت بزرگ کارهای سنگین‌تر میکنن. بعد میرسیم به مسئله اینه که در حال حاضر واقعا چه کار میشه کرد و چه باید کرد. من گفتار اولم رو در رابطه با چه باید کرد در رابطه با کل جنبش در درون ایران شروع کردم، امروز هم به ترتیبی ادامه میدم اون رو، منتها مسئله سل رو هم در بر میگیرم. بعد در رابطه با فراخوانی که دادیم، اگر لطف کنید اون رو هم پخش کنید خیلی ممنون میشم. ما این فراخوان رو که دادیم کار رو از سشم در حقیقت از قبل شروع کردیم وقتی که سیل اومد و دوستان شیرازی ما هم در درون شیراز فعالیت های بسیار زیادی کردن، ولی خب این یک کمیت کلی در ایران هست و وقتی گفتیم از روز سه‌شنبه صبح، یعنی نه اینکه فقط سه‌شنبه، این حرکت الان ادامه داره و مادامی که این بلا واقعا جاکن نشده این ادامه پیدا خواهد کرد و چاره‌ای جز این نیست. توضیح بیشتر میدم به مرور زمان که میریم جلو توی برنامه. بعد اگر موافق هستید من صحبت من رو دارید؟ بله من دارم اون فراخوان رو هم نشون میدم، اجازه بدید بخونم. فراخوان همیاری، انسانهای کوچک دعاگو و انسانهای بزرگ عملگرا هستند. ما هم آزوران در جنبش ایران بانان یا همبستگی اقوام، پرچمداران انقلاب خردمندی در ایران، شما هم میهنان همدرد و هم سرنوشتمان را به همراهی و یک صدایی با کاروان غیرت ملی برای پاکسازی گلولای و آذوقه رسانی به مردم گرفتار در سیل رژیم دعوت میکنیم. درست گفتید شما، زمان آغازش سه‌شنبه دیروز 20 فروردین بوده، ساعت 10 صبح، مکان حرکت میادین مرکزی. این حرکت مردمی همه روزه تا رفع مشکلات پیش رو ادامه خواهد داشت. ما با هم معنا می دهیم، لطفاً هم صدا شوید. بفرمایید. بسیار عالی. خیلی ممنون از دوست شما، کاملا صحیح است. من شروع میکنم در ادامه گفتاری که هفته پیش داشتم، بعد در درون به مسئله سیل هم میرسم. پیش از اون بایستی بگم که ما میگیم که بنی آدم اعضای یک دیگرند یا یک پیکرند که در آفرینش زیگ گوهرند. تمام ما اقوام ایرانی و اشعار ایرانی همه از یک نوع هستیم. پشت به پشت هم بایستی درهای خونمون رو در این زمانی که بلا زده شدیم بر روی هموطنانی که گرفتار شدن و امکان مرگ وسیعی در ایران هست به اونها برسیم. در حقیقت زندگی من میتونم بگم که اگر نرسیم تلفات بسیار سنگینی خواهیم داشت. بعد حرکت کاروان غیرت ملی برای یارسانی به این ترتیب هست. اگه شما دقت کرده باشید در جریان‌های چند روز گذشته در حقیقت از زمانی که سیل آغاز شده، تصاویر بسیاری هست از ایران که سازمان‌های امدادگر به محل‌های سیل گرفته رجوع می‌کنن، ولی با خودشون نه غذا دارن، نه آب دارن، نه چادری دارن. من نمی‌دونم اینا اومدن چه کار بکنن، یعنی فقط اومدن ببینن میزان خسارت چقدر هست. آخه شما که ادعا میکنید یه دولتی هستید که میتونید هواپیما، نمیدونم، موشک به کره ماه بفرستید، موشک خارج از زمین بفرستید، یه دونه هلیکوپتر ندارید که بیاد ببینه زمینه و محدوده خسارت چقدر هست. چیزی از حد گذشته و واقعا
بشه و از مردم بپرسید که چه چیزی نیاز دارید. من نمیدونم. یعنی شما از صبح که بلند میشید نمیدونید که ناشتایی میخواید، صبحونه میخواید، نهار میخواید، لباس میخواید، پوشاک میخواید، بچه‌هاتون چه نیازی دارن؟ اینا دیگه نیاز به پرسش نیست. مگر انسانیت، انسانیت کجا رفته؟ در هر صورت برای همین هست که این همایش صورت پذیرفته و میخوام بگم که مردم، اون کسی که کس نخواهد پشت تو جز ناخن انگشت تو، یعنی باید این آستین رو بروفید بالا در تمام، در هر جای شهر که تونستید، به هر اندازه‌ای که توان داشتید، هر وسیله‌ای رو که میتونید اهدا کنید، هر چیزی رو که میتونید به مردم بدید، در سر کوچه ها، در میادین، سوال نیست، هر جا که هست، هر که هر چی داره بذاره، اون کسایی هم که در تواناییشون هست به اصطلاح بایستی ماشین و تریلر رو هرچی که میتونن بار هرچی که دونستن دم دستون رو بر بیارن، کمک کنن، اینها رو بار کنن و سعی کنن اینها رو به مردمی که نیازمند هستن برسونن، نه اینکه برن تحویل به اصطلاح عوامل حکومتی بدن اونها هم اینها رو بالا بکشن. صحبتی بود ما اون هفته کردیم در رابطه با زلزله‌ای که در زمان شاه در خراسان اتفاق افتاد و من یادم هست که حاجی بقال سر کوچه ما گونی های برنج زلزله خراسان رو میفروخت و این مسئله توی اون محله مسئله ایجاد کرده بود. وقتی که یقش رو چسبیدیم گفت آقا من اینها رو از اتکا خریدم. من تا اون موقع نمیدونستم اتکا چی است. نمیدونم شما شنیدید یادتون میاد اتکا چی بود؟ فکر کنم اون فروشگاه ارتشی ها رو میگفتن. آفرین، اتحادیه تعاونی ارتش کل کشور، نمیدونم هر چی که بود دسترشون بخورد. در هر صورت الان همه همونطور هست. تصویری بود از به اصطلاح چادرهایی که هلال احمر برای زلزله کرمانشاه فرستاده بود و گذاشته بودنش توی یوتیوب و توی ایبی و نمیدونم چی بود برای فروش. چقدر اینها نامردی است به مردم و به هموطنان ما. بگذاریم بریم بستر اصلا تر. باز من خودم رو معرفی میکنم برای اون کسایی که من رو نمیشناسن و من فرزاد نیساری هستم، سرباز میهنم، ایران، خدمتگزار ایران و ایرانی، برای باز پس گرفتن حرمت انسانی پدر، مادر، برادران و خواهران سرزمینم و به ویژه برای ساختن سرزمینی که آینده‌ای روشن برای مردم و فرزندان ایران در آن تضمین شده باشد. هموطن، چرخ گردون و دست به دست کردن یک حکومت دستشانده اجنبی از پهلوی با آخوندهای درباری و اسلام پناهان کماکان در دستور اجانب و بر علیه منافع ما ایرانی ها هنوز به حرکت خود ادامه می دهد. این بار نیز اجنبی با نقشه های شوم خود تلاش دارد تا این رژیم آبرو رفته را با خودفروشی دیگر تعویض کند. اجنبی در 200 سال گذشته با کمک خودفروشان و مردم فروشان داخلی بارها ما را شکست داده است. نباید بگذاریم که بار دیگری چنین بلایی به سر ما بیاورند. در انقلاب مردمی مشروطه 1285 آغاز و در انقلاب مردمی 1357 بر سر کار آوردن خودفروشانی همچون رضا قلدر بزدل و در جالان جمهوری اسلامی بزرگترین شقاوت ها و بیرحمی ها را به مردم ما تحمیل کردند. این دزدان مال و جان و ناموس مردم شریف ایران با لباس دوست وارد و با همان لباس و هر دو با قرآن به سر گذاشتن بهترین و رشیدترین فرزندان ما را به شکنجهگاه دشخیم بردند، تجاوز کردند، از هستی ساقط کردند و برای اجنبی گربه رقصانی کردند. این خودفروشان مردم فروش با تکیه بر فرهنگ بیگانه، فرهنگ اجنبی و با چسباندن دروغین بهترین خصالت‌های انسانی به اجنبی‌ها، رستم‌های ما را بیهوده و دشخیمان تازیمنش را قهرمانان ملی ما جا زدند. باید بیدار شویم. چگونه است که پهلوی آدمکش
اسلام پناه هست و ترسان از شکست اسلام در ایران. چگونه است که خمینی دجال، خامنه‌ای بی‌آبرو، اسلام پناه هست و ترسان از شکست اسلام در ایران؟ چرا اجنبی میگوید مادامی که اسلام بر فرهنگ ایران و ایرانی چیره است، او میتواند به دزدی و غارت و چپاول مال و ناموس مردم ایران ادامه دهد؟ باید از خود پرسید چرا؟ چرا اجنبی میگوید مادامی که اسلام بر فرهنگ ایران و ایرانی چیره است، او میتواند به دزدی و غارت و چپاول مال و ناموس مردم ایران ادامه دهد؟ چگونه است که پهلوی آدم کش اسلام پناه است و ترسان از شکست اسلام در ایران و این به حاش پسر رضا هم میخوره؟ چگونه است که خمینی دجال و خامنه‌ای بی‌آبرو اسلام پناه است و ترسان از شکست اسلام در ایران؟ هموطن، بیدار شدن ما تنها راه برون رفت از این چرخ گردون شکست شکست پشت شکست است. اگر بیدار نشویم، فرزندان خود را محکوم به نوکری این دجالان تاریخ و آغازاده های مفخورشان کردیم. کدام پدر، کدام مادر با شرفی عزیزان خود را به دست چنین زالوهایی می سپارد؟ باید بیدار شویم. قحطی بزرگی در راه است. باید بیدار شویم. قحطی بزرگی در راه است و باید بیدار شویم. مرگ بسیاری در راه است، مگر آنکه از اکنون دست به کار شویم. از این ملاهای اسلام پناه نیز همانند رژیم خودفروش پهلوی تنها خرابی و مردم فروشی است که برمی آید. ادهی ممکنه مخالفت کنم با این مسئله، من براشون باز می کنم، چون از همشهری خودم درسهای بسیار بزرگی آموختم و همشهری من همون جوری که می دونید آیسوربی حلاش هست. برای همین است که ما شیرازی ها همه چی رو حلاجی می کنیم برای بچه همون. از دست این ملاهای اسلام پناه نیز همانند رژیم خودفروش پهلوی تنها ساختن مساجد است که برمی آید. آنچه دیگر را که می سازد در راه حفظ منافع خود و اجنبی است که می سازد. اگر هم خانه‌ای بسازند، برای برادران اجنبی و اربابان خود می سازند. دقت کنید، خانه‌هایی را که ساختند و روی سر مردم خراب شد، همین آقای احمدی نژاد. آن یکی با افتخار در سنگاپور شهرک می ساخت برای پهلوی و خودشا. این یکی با افتخار در عراق و سوریه و لبنان خانه می سازد. آن یکی با افتخار درهای مطلع برای حرمهای دمشق و نجف می ساخت. هر کسی که تاریخ ایران رو نمی دونه بره بخونه، پیدا می کنه که چه هدایایی می فرستاد. این یکی برایشان مدرسه و بیمارستان نیز می سازد. من ایرادی به این که کسی بره در یک کشور فقیر بسازه و کمک به مردم بکنه ندارم، ولی ما ایرانی ها میگیم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. فرزند ایرانی در کوخ در نخاله داره زندگی میکنه، مدرسهش تخت روش سرش نداره، برق نداره، هیچ امکاناتی نداره، اینها در مدارس در کشورهای دیگه میسازن. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. هموطن با شرف من، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. باید بیدار شویم. قحطی بزرگی در راه است. باید بیدار شویم. مرگ بسیاری در راه است، مگر آن که از کنون از اکنون دست به کار شویم. تلاش بیگانه و عمالشان این است که ملت ما را مردمی خار و زبون تا بدانجا که یا از بین بروند و یا محتاج نان شب شوند. این تئوری تئوری توطئه و تئوری من درآوردی نیست. جواب به عملهایی است که اینها در 40 سال گذشته و اون پدران تاجدار اونها در 57 سال پیش از اون انجام دادن. قحطی زمان انقلاب مشروطه را به وجود آوردند
همان زمانی که رضا قلدر بزدل تحت فرماندهی یک روسی و سپس تحت فرماندهی انگلیس با بکار گرفتن قزاق مسلح به مردم میتاد و خراج از گلوی مردم میگرفت و به اربابانش میداد. در آن زمان نیمی از جمعیت ایران، نزدیک به بیش از 10 میلیون ایرانی، از قحطی هلاک شدند. اما ایران و ایرانی هنوز پابرجاست. اون سلطنت طلبه هایی که میان میگن ما رضا خان اومد و شما را از شپش نجات داد، در حقیقت اون شپش رو همون رضا خان و قضاهاش با ایجاد اون قحطی به تن ما انداختن. اما این بار برنامه بسیار پیچیده تر از گذشته است. این بار مستقیماً و با استفاده از علمای حوزه علمیه قم که در حقیقت حقوق بگیران انگلیس و روس بوده و هستند و خواهند بود، با استفاده از اسلام، این داروی مرگ ایران و ایرانی وارد کارزاری مهلک‌تر شدند تا کلک ما ایرانی ها را از ریشه بکنند. آیا این بار نیز همانند زمان رضا قلدر، یعنی پس از 100 سال کلاهبرداری از مردم ایران، می توانند به خواسته های ننگین خود دست یابند؟ هموطن، پاسخ تو چیست؟ کارخانه ها را یکی پس از دیگری از مال اموال خالی کردند. عکسی اومد از ایران، کارخانه آزمایش که به اصطلاح یخچال و چیزهای مشابه رو تولید میکرد، انبارش کاملا خالیه، تمام دستگاه رفته. کجا رفته این دستگاهی که باش وسیله میساختن؟ بعد توی انبار پشت همین کارخونه تنها پیاز و سیب زمینی بار گذاشتن و احتکار کردن. همین آقازاده ها در زمانی که مردم ما در جنوب به خاطر این سر در گرسنگی گیر کردن و دست و پا میزنن، اینها این خوراک رو احتکار کردن. خزانه ایران را یکی پس از دیگری به رهبری سردمدار دزدان خامنه‌ای و با همکاری علمای جزام خالی کردن. این برای مردم دیگه کاملا روشن شد. بار پیشین نیز یادآور شدم که حسین فریدون، همون کسی که به خودش نام ایران روحانی گذاشته، که برای خوشرختی در برابر ملایان اجنبی از بردن نام ایرانی شرم کرده و خود را روحانی نامیده، در روز روشن از واگذاری صندوق بازنشستگی مردم ایران به آقازاده ها صحبت میکرد. هموطن، دزدی این بیشرفان اجنبی کار امروز و دیروزشان نیست. 1400 سال است که مال و منال و ناموس ما را به یغما کرد. آقای نیستاری، متاسفانه تصویر شما فریز شد و از اونجایی که گفتید دزدی اینها کار امروز نیست و از 1400 سال پیش هست، صدای شما قطع و وصل شد. ضمناً فیسبوک هم، بله اجازه بدین ریکانکتینگ، بذارید من اینو قطع کنم دوباره. یک لحظه دوستان با ما باشید که متاسفانه این برنامه های زنده بستگی داره شما کجا باشی، اینترنت اونجا چقدر قوی باشه. و من به دوستان پیشنهاد میکنم که موقعی که یه جایی هستن که وضع به اصطلاح از لحاظ اینترنت، سرعت، نور اینها خوب هست، اونجا ویدیو ضبط کنن بفرستن. ولی تو این زمانی که آقای نیساری احتمالا دستگاه رو خاموش روشن کنه تا با ما تماس بگیره، آقای پرویز، فکر کنم ایشون از آلمان باشه، قبلا با ایشون خیلی کل کل میکردم ولی یه مدتی نبود. بله، میگی که آقای سوربی، فرهنگ ایران در زمان شاه نابود شده بود، اگر چنین نبود انقلاب اسلامی نمیشد.
در زمان شاه کسی نمیدانست مقبره کوروش کجاست، ولی حالا مردم میروند دست به دامن کوروش میشوند. این چه چیزی رو نشون میده؟ خانم طنازی شوخی میکنه، میگه که آقای نیساری شما به ملاها توهین میکنید اما به فرزندانشون آقازاده میگویید. این گونه توهین و بدگویی به ملت را، این گونه توهین و بدگویی به ملا را لوس میکنید. من دیگه به سربی آقا نمیگم، چون که همردیف ملاها و مسئولین رژیم میشود. خیلی ممنون. منطقی میگه دیگه، درست میگه. بله، بذارید من ببینم. آقا اینترنت شما نوشته بود پور کانکشن، الان ارتباط برقرار، دوباره با شما هستیم. شما از اونجایی که گفتید این دزدی ها کار امروز و دیروز نیست و از 1400 سال پیش به اصطلاح اینها این کار انجام میدادن، صداتون تا اونجا داشتیم، خوب بود کیفیتو. بله، دو تا از دوستان هم نظر داده بودن، یکیش که آقای پرویز جرمنی از آلمان، فکر کنم دوسلدورف باشه، نوشتن که گفتم آقای سوری فرهنگ ایران در زمان شاه نابود شده بود و اگر چنین نبود انقلاب اسلامی نمیشد. در زمان شاه کسی نمیدانست مقبره کوروش کجاست، ولی حالا مردم میروند دست به دامن کوروش میشوند. این چه چیزی رو نشان میده؟ خانمی هم به نام طنازی داریم که یکی از بیننده های پروپا قرص برنامه هستن، نوشتن که این آقای نیساری به ملاها توهین میکنه اما به فرزندانشون میگه آقازاده. و وقتی اینجوری بگیم بعد دیگه منم به سربی نمیگم آقا، چون معنی ها عوض شده. ولی فکر کنم شما به آیت الله های عزام گفتید جزام، نه؟ بله. خب بفرمایید. اولا من موافق هستم با خانم هموطن ایرانیمون که میگن اینا رو نباید آقازاده بگیم، ولی خب نام دیگری شایسته اینها هست. این نامی هست که در ایران به اینها میگن و مردم متوجه هستن وقتی میگیم آقازاده منظور چی هست. حالا میتونید آقا با غین بنویسید، میتونید با غاف بنویسید، با هر چی که دوست دارید بنویسید، ولی منظور این است که مردم اینها رو به عنوان آقازاده و از جن بهتر به اشتراک خودشون اعزام میکنن میشناسن و از اون بابت گفتم. ولی بله، من حالا ادامه میدم جواب دوستان رو هم اصلا بعد از این میدم، باز ادامه میدم. هموطن، دزدی این بیشرفان اجنبی کار امروز و دیروزشان نیست. سالها 1400 سال است که مال و منال و ناموس ما را به یغما بردند و ما هنوز در خوابیم، باید بیدار شویم. پس از چپاول کارخانه ها و قتل زمین های مردم، آنجای که رضا قلدر بزدل و پسرش حاج محمد رضا نتوانست ببرد و بدزدد، این فرزندان خلف پدران دزد و غارتگر خود نیز همانند خودفروخته پیشین به چپاول ایران و ایرانی پرداختند. اما اقوام دلیر و با شرافت ایران به همین سادگی ایران را برپا نگاه نداشتند که به این دریوزگان تاریخ تحویل دهند. درست است که ما اقوام فریب اجنبی خوردیم، برای که ما هم جزئی از مردم ایران هستیم. درست است که ما اقوام و مردم ایران به نام انسانیت و شرف این دریوزگان و آیین تاریک آنها را با شرف و آبروداری اشتباه گرفته ایم. اما زمان آن نرسیده است که همه ما بیدار شویم. رفتار این دریوزگان و دزدان تاریخ به من و توی ایرانی همان بوده است که پدران این دشخیمان و نمک نشناس ها با پدران و مادران ما کردند. آنها نیز پدران و مادران و فرزندان و دختران ما را به خاک سیاه نشاندند. هموطن، زمان آن نرسیده است که همه ما بیدار شویم. قحطی بزرگی در راه است، قحطی بزرگی در راه است، باید بیدار شویم. مرگ بسیاری در راه است، مگر آن که از اکنون دست به کار شویم. باید کنترل کمک رسانی را به دست گرفت. پس از بستن کارخانه ها یکی پس از دیگری و جابجا کردن مرکز تولید به عراق و سوریه و لبنان، تلاش اینها بدین گونه ادامه دارد. اول کوتاه نمودن دست ما از زمین های حاصلخیز و این سیل هم به اونها کمک کرده در این رابطه، نه اینکه کمک کرده که از مشکلات بپریزن، بلکه کمک کرده که مردم ایران رو بیشتر از این داغ کنن. دوم
کشتن رویش از زمین ها، سوم کنترل واردات خوراکی و بند کردن و به دریوزگی کشاندن مردم ایران، ناموس در مقابل خوراک، ناموس در مقابل کار، ناموس در مقابل امنیت. اگر ما کاری نکنیم چه باید کرد؟ باید بیدار شویم. مرگ بسیاری در راه است مگر آنکه از اکنون دست به کار شویم. باید کنترل کمک رسانی را به دست گرفت. باید کارمان تغذیه و زنده نگاه داشتن هموطن را در صدر کار قرار دهیم. هر فرزند ایرانی که زنده بماند، امکان پیروزی ما بر دشمنان عصبی بیشتر است. این کنترل دست ماست. اگر نکنیم مطمئن باشید از این خارتر و خفیفتر خواهیم شد. پس فردا باید سیدنهای خودم رو بذاریم توی سینی تحویل اینا بدیم. در هر کوی و برزنی باید کمیته‌های امداد خودجوش برنامه ریخته شده سیل مردمی باید به راه انداخت. باید حرکت را هرچه زودتر آغاز کرد. هموطن، کدام یک از شما میتونید سه روز آب نخورید؟ سیل اومده، آب تمام زمین‌ها رو گرفته، از روی قبرستان‌ها رد شده، از روی گلولای هر کثافتی که هست رد شده. فردا هر مرضی همه رو وا میگیره و آب آشامیدنی نیست. اون وقت طرف امدادگر با ماشین خالی از یک شهری که آب درش از راه افتاده رفته ببینید توی ده چه خبره. چقدر حماقت. اینا حماقت نیست، اینا حرکت از روی منظور هست که اینا انجام میدن. از هموطنانی که هنوز در دام این اجنبی پرستان و خودفروشان گرفتارند، بخواهید که دست از خودفروشی و مردم فروشی بردارند، اگرچه به همین سادگی نیست. مردم ایران تاوان همه این جنایات را از این جنایتکاران خواهند گرفت و آنجا که لازم باشد سرهای بسیاری از این دشمنان ایران و ایرانی به تیرهای چراغ برق خیابانها خواهد آویخت. پیروزی و سربلندی ایران و ایرانی ما آرزوست. با سپاس از شما برای دادن این وقت و اون به اصطلاح خواستن این که مردم بیان و کاروانهای غیرت ملی را برای یاری رساندن به مردم و به سیرزدگان به راه بیاندازن، هیچ مکان به خصوصی نداره. هر کسی میتونه سر کوچش هر چی که داره میتونه بده. بلکه اما اینکه مردم واقعا شروع کردن و این کار رو کردن. در لغستان اعلام شد که آقا هر کسی که در مناطق دیگر خوزستان که سیل بدتر به اونها وارد شده میتونه کوچ کنه و بیاد و در خونه های اونها برون اینها باز هست. و این کار ما بایستی در سر تا سر ایران انجام بدیم. هیچ تفاوتی بین الان و زمانی که ما در جنگ با دشمن و با بیگانه بودیم نیست. بسیار ممنونم از شما. امیدوارم در برنامه‌های آینده بتونیم امکاناتی داشته باشیم که خود شما مستقیما این نوشته ها رو که دوستان می نویسن اینجا بخونید و پاسخ بدید. و ممنونم از دوستان که اونها هم در برنامه شرکت کردند. و آقای فرخ سپهرار هم از همین آمریکا، ایشون هم نوشتن منظور ایشون آقا مثل آقا محمد خان قاجار بود و ماجرای آقا محمد خان قاجار رو همه در تاریخ خوندن که به خاطر اینکه اخته کرده بودن با قین می نوشتن و اینجوری بوده. و اون ماجرایی هم که شما گفتید بهتر، جنای بهتر، یک کاریکاتوری دیدم نوشته بود چون همه اینها چند تا زن دارن، این بچه که گفته من از جن بهترم منظورش از زن بهتر بوده، یعنی زن باباش اون یکی بهتر بوده، این آقازاده با قاف رو با قین رو چیز کرده. آقای نیساری از شما ممنونم و من صفحه فیسبوک شما رو هر دو رو نشون دادم، هم فرزاد نیساری هم فرزاد نیساری دوستان، و از دوستان میخوام که مستقیما با شما در تماس باشن، سوالات نظراتشون رو با شما در میون بذارن تا در برنامه‌های آینده بیشتر با هم صحبت کنیم. خیلی ممنون که با ما بودید. با سپاس از شما. مرسی. با امید دیدار شما. دوستان عزیز، شما رو میبرم سراغ برنامه‌های گفتار عقل بشر که دوستمون زحمت میکشه این برنامه ها رو تهیه میکنن و برای ما ارسال میکنن، ما هم اینجا با
پخش میکنیم. شما هم میتونید برنامه های این چنینی داشته باشین و به اصطلاح خیلی به فکر این نباشید که من امکانات ندارم، نمیشه. شما اگه بخواین با همون قدم اول که شروع کنید، باقی کارها ردیف میشود. پس بریم برنامه عقل بشر شماره 96 رو با هم بشنویم. به گفتار اقتصاد ادامه داده و پیش بینی. ببخشید بذارید من اینو از اول بذارم پخش کنم، چون صدای این چیز بله، یعنی از یک پدر دیگه میگه ژن بهتر گفته، یعنی منظورش از یک پدر دیگه است، از اون باباش نیست. خب گوش کنیم به برنامه عقل بشر 96مین برنامه. سلام بر ارجمندان، بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. به گفتار اقتصاد ادامه داده و پیش بینی هایی را خدمتتان می تقدیمم. برای اینکه قبول کنید که هیچ چیزی بر این کره همیشگی و با دوام نیست، تاریخ ایران را مورد بررسی قرار دهید. طی هزاران سال هرگز کشورمان به یک منوال نمانده. کشوری بوده همواره متنوع و در نوسان، در دورانی بوده معمولی، ملوک و طوائفی، نیرومند، استعمارگر و اشغال شده و ضعیف. تغییر و بالا و پایین رفتن اوضاع احوال همه چیز و مردم همیشگی بوده و خواهد بود. این طبیعت بشر است بر روی این کره و مسئله طبیعی، و کسی سوال نمی کند چرا باید چنین تغییراتی وجود داشته باشد، مگر اینکه آن شخص به بیماری چه مبتلا باشد. نیروهای استعمارگر یا قوی که در تاریخ از آن می اطلاعیم چرا سست می شوند و یا از بین می روند؟ با پژوهش در اوضاع این نیروها می توانیم این نتیجه را بگیریم که بالا سر بودن یک نیرو و سرپایینی گشتن یک ضعیف نباید همیشگی تصور شود. با در نظر گرفتن این تکرار، باز در تاریخ میابیم که نیرومند هرگز روز سستی خود را تصور نمی کرده. در همین اصل تاریخی و هزاران بار تجربه شده، نیروهای حاکم بر آمریکا و محرکین ارتش نیرومندش چنین تصوری را از آینده نمی توانند در عقل خود بگنجانند. زمانی بود که سردمداران انگلستان می گفتند سرزمین بریتانیای عظما همیشه تابناک است. چند دهه ای از این گفتار نگذشت که این سرزمین ها یکی پس از دیگری به شکلی مستقل شده و یا ادعای مستقل بودن کردند. هرچه به کارگیری زور بیشتر باشد، سرنگونی حکم و رژیم و سیستم پیروز زور سریع‌تر است. انگلیسی ها برخلاف دیگر نیروها از آغاز استعمارگری و تا کنون عقل و فریبکاری و نیرنگ به کار میبرند. مزدوران خود را بر سر کار می گمارند بدون اینکه در امور مستقیما دخالت کنند. اوضاع استعمارگری را به شکلی ادامه داده اند که منافعشان در خطر نباشد. مثلا استرالیا و کانادا و نیوزیلند که ظاهرا مستقل هستند، از جنبه سیاسی ریاست رسمی این کشورها را ملکه انگلستان به عهده دارد. آنچرا که علنا نمی گویند این است که اکثر منابع طبیعی و صنعتی اساسی و ملک‌های بازرگانی این کشورها را در اختیار بریتانیا است. در استرالیا 78% معادن و صنعت‌های اساسی ملک انگلیس است. 13% در اختیار استرالیایی‌ها، 4.5% متعلق به آمریکا و بقیه ملک ژاپن و چین و دیگر کشورهاست. در دور شدن ظاهری از مسائل درونی این کشورها، انگلستان موفق بوده از درگیری با آراء عموم و خود را دور نگه داشته. انگلیسی‌ها در دین و عادات ملل نمی‌دخالتند. دیگر استعمارگران نه اینطورند. آمریکا پس از جنگ جهانی اول و دوم پا به صحنه جهانی گذاشت. حکمرانان پشت پرده سعی کرده اند که تسلط خود بر مقدرات دنیا را بیفزایند. آنان با کله شقی کار می کنند. همه چیز را برای خود و بنا به میل خود می خواهند.
اگر کسی در برابرشان قد علم کرد با استفاده از نیرو او را از بین میبرد. وقتی که نیرو یعنی زور مورد استفاده قرار گیرد، عقل از کار میایستد. با آنکه این نیروهای آمریکایی مراکز بررسی فراوان را در دانشگاه‌های آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای آینده کشورهای جهان آماده برنامه‌هایی دارند، تنها وسیله‌شان برای اجرای نقشه‌ها بر اساس زور ریخته شده. رشته رابطه این نیروها با حکمرانان و حکمخواهان است و در میان ملت‌ها جایی ندارد. دوری و انزجار ملت‌های دنیا به طوری خودرو و غیر منظم به شکلی منعکس می‌شود. در وقت حاضر می‌شود به تظاهرات آخر هفته مردم فرانسه اشاره کرد. مردم از بدی و اوضاع اقتصادی آزرده شدند. کسی به آنها نمی‌اطلاعت که نیروهای مرموز و مخفی حاکم بر دنیا اوضاع اقتصادی جهان را حکم فرما هستند و ملت‌ها قربانیانشان. مردم رنجیده به خیابان ها آمده و ناراحتی خود را نشان می دهند. چرا در آن کشور دموکرات نمایندگان پارلمان برایشان کاری نمی کنند؟ شکایت مردم از چیست؟ مسائل اقتصادی که در دنیا حکم فرما ساخت انسان است. هیچ دینی ادعا نمی کند که آن را خدایشان نازل کرده. ارزش همه چیز در دنیای امروز با دلار تعیین می شود. اروپا یورو ساخت، اما قیمت کالاهای اصلی و وارداتی غالبا با دلار پرداخت و ارزش‌یابی می شود. چرا باید این طور باشد؟ اقتصاد امروز را نیروی مخفی اداره می کند. اغلب معادن و منابع به طور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار نیروی مخفی حاکم بر دنیا است. کسانی که بر سر کارند از این واقعیت کاملا مطلعند و به علت ترس و نگهداری مقام خود از یادآوریش گریزانند. اعتراض فرانسوی ها به مخامت اوضاع مادی متوجه سیستم اقتصادی است، بدون اینکه خودشان دانش اقتصادی داشته باشند. به مسائل کوچک اعتراض می کنند. اگر دولت حقوقشان را اضافه کند، هیچ تغییری در سطح زندگیشان پیدا نمی شود، زیرا روز بعد فوراً تورم جلو آمده و آن اضافه درآمد را می بلعد. اضافه شدن درآمد و کاسته شدن ارزش پول را همه تجربه کرده ایم. در گذشته حقوقها کم بود و قیمت کالاها پایین، دستمزد اضافه شد و به همین ترتیب قیمت کالاها و مخارج گران گشت. به حال یک فرد چه تغییری داده می شود اگر 1,000,000 در آخر روز به دستش برسد و چند هزار کمبود داشته باشد؟ آیا بهتر نیست به او چند واحد پرداخت و هر روز یک سنار پس انداز کند؟ کسانی که خود را کارشناس اقتصاد می خوانند، همه اطلاعات و پژوهش ها و نتیجه گیری ها و حکمرانی هایشان بر اساس اوضاع و اصولی است که جاری می باشد. طرحی نوین از خود ارائه نمی دهند. مثلا نمی گویند اگر سیستم تغییر کند می شود چنین و چنان کرد. در گذشته وقتی محصول زیاد بود، یعنی عرضه افزون، تقاضا می کاست و قیمت محصول پایین می آمد. امروز این عرضه و تقاضا را همین نیرو طرح و اداره می کند. محاصره اقتصادی به اجرا در می آورد. وقتی مسئلهی به سودشان باشد، برایش قانون طرح می کنند. انگامی که همان قانون به ضررشان باشد، بدون توجه به پایبندی های حقوقی و بین المللی و یا اعتباری به ملل دنیا، آن را متوقف و یا لغو می کنند. دو دهه پیش به باز کردن بازارها و یک جهان دعوت می کردند. اکنون با پشت زدن به تعهدها، همه چیز را گسسته و هم پیمانان را می رنجانند. همه هدف آنان سوارگیری و گله نگه داشتن عموم است. اختلاف با کانادا و مکزیک یا روسیه و ونزوئلا دو نمونه از دخالت‌هایشان می باشند. اختلاف با چین بر سر صادراتش فصلی دیگر است. اغلب صنعتگران دنیا به علت ارزانی کارگر صنایع کارخانه های خود را به چین منتقل و محصول را به دیگر کشورها صادر کردند. صنعتگران آمریکایی در رأس این منتقل شدگان هستند. قبلا در کره و اندونزی و مالزی و تایلند و اکنون در چین کالاهای خود را می سازند.
نتیجه این طمعکاری رکود صنعت و بیکاری در کشورهای صنعتی کلاسیک شده. سرمایه گذاران که فقط برای افزایش درآمد و ثروت که همانا پول است به خارج از کشورشان رفتند. پایه‌های صنعتی میهن را لرزاندن. تغییر انسان بسیار دشوار و کند صورت میگیرد. مردم کشورهای صنعتگر قرن گذشته به آسایش و تنبلی و استفاده از کالاهای ارزان ساخت خارج عادت کردند. به هیچ وجه نمی شود عقب‌گرد کرد و صنعتگری را در آمریکای شمالی و اروپا به دوران پیشین بازگرداند. مادامی که سنجش و ارزش کالا با پول است، حمایت از صنعت‌های داخلی و تشویق صنعتگران در برابر غول صنعتگری چین تا چند دهه آینده ناتوان باقی خواهد ماند. اگر پولیابی و افزایش ثروت تنها معیار نبود و استفاده از کارگران ارزان وسیله نبود، هرگز غول اقتصادی چین پیدایش نمی‌شد. با پیدایش نیروهای اقتصادی دیگر و نوین، ادامه اوضاع به شکلی که دلخواه دلار باشد غیر ممکن است. سالهای زورورزی و فشار آوری واحد پول آمریکا به آخرش می نزدیکد. به علت عدم آشنایی و اعتراف به محدودیت خیش، نیروهای محرک آمریکا برای خود رقیبانی اقتصادی ساختند که دور نگه داشتن و یا برکنار کردنشان غیر ممکن گشته. فشار بیش از اندازه سبب شد که روسیه و چین و کشورهای زیان دیده از زور دلار به طرح خلاص بیندیشند. بیشترین مبلغ نقد دلار را چین در اختیار دارد. بارها سعی کردند آن را به ارز دیگری مبدل سازند. به علت نبودن رقیب پولی که به دلار ربط نداشته باشد، از این کوشش دست برداشتند. دریافتند با در اختیار داشتن دلار، تسلط و کنترلش برایشان آسان‌تر است. همین سیاست را روسیه دنبال کرد. اکنون این دو کشور بزرگترین انبار کنندگان دلار و طلا هستند. بودن مبالغ هنگفت پول نقد در خارج و داد و ستد کشورهای متعدد با پول محلی و یا یورو، خواه و ناخواه ارزش واحد پول آمریکا و در نتیجه نفوذ و قدرت این کشور را می‌کاهد. در برابر اقتصاد پر رشد چین، آمریکا مقروض است. با توسل به زور، اثر و فعالیت دلار به طرزی کاسته خواهد شد. تایوان که همیشه در ترس از اشغال چین به سر می برد، قبل از آغاز صنعتگرایی چین یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات صنعتی و بازرگانی به دنیا بود. قبل از سال 1972 مقام چین را در سازمان ملل به عهده داشت. هر پولی را که به دست می آورد به طلا مبدل می کرد. مقدار طلای ذخیره شده در تایوان معادل 14 سال بودجه کل این کشور است. اکنون چین همین راه را در پیش گرفته و دلار خود را قبل از سقوطش به طلا مبدل می سازد. روسیه هم همین راه را می رود. تا این مقام در این سخن شرح اوضاع را گفتاری دهم. اکنون پیشبینی شخصی را می شرحم. در چند سال آینده و با افزایش قرض آمریکا و رکود اقتصادی در اثر توقف کارهای صنعتی و عدم توان رقابت در سطح جهانی و فشار نیروهای مخفی، روسیه و چین مجبور می شوند واحد پول طلا بسازند. به اضافه بر این دو کشور، کشورهای آسیب دیده دیگر مانند ایران با آنها ملحق خواهند شد. شاید ترکیه و کشورهای پیشین جماهیر شوروی نیز با آنان در یک جا جمع شود. چاپ و انتشار پول جدید بدون تردید ارزش دلار را می‌کاهد. به تدریج نیروی آمریکا و توان پرداخت هزینه نیروهای نظامیش کاسته می‌شود. آنگاه مجبور به تعطیل پایگاه‌هایش در دور دنیا می‌شود. به شکلی مجبور می‌گردد صنایع خود را از نو آغاز کند، کاری که به علت تغییر بیشعوری نیروی کار دشوار است. آمریکا به صف دوم و سوم اقتصاد بین‌المللی خواهد خزید. بزرگترین آسیب دیدگان کشورهایی هستند که همه دار و ندار خود را در سبد دلار گذاشته‌اند. در روزی
با یک صدمه بزرگ بیدار خواهند شد که خیلی دیر خواهد بود. این ضربه فقط یک اعلان بانک فدرال آمریکا در وسایل تبلیغاتی است که می‌فرماید از این تاریخ واحد پول این کشورها دیگر با دلار ارتباطی نخواهد داشت. کشورهای نفتخیز خلیج فارس در رأس آنان هستند. آن وقت چه خواهند کرد؟ با یک اعلان همشان ورشکست می‌شوند. اما اگر کل شقی و زورگویی مطرح باشد، جنگی جهانی آغاز خواهد شد که این کره را به دوران انسان غار خواهد بود. جنگی که تاکنون تجربه نشده. هیچ انسان با اندیش خواهان تجربه چنین پیشبینی نمی باشد. شاید دیگر دنیایی باقی نماند که بتوان بر آن زیست. شرکت تلویزیون ABC آمریکایی در سال 1983 فیلمی به نام The Day After درست کرد که در آن حاصل این جنگ را بر کره نمایش می‌دهد. با پیشرفت سلاح‌های امروز این نابودی بسیار وخیم‌تر شده. انسان ثابت کرده که استفاده از زور برایش ساده‌تر از اندیشیدن است که خستگی به بار می آورد و توانی فوق‌العاده نیاز دارد. برای مثال به خودمان بندیشید. اخبار را که می شنویم از سیاسی شروع می شود، در آخر چند خبر اقتصادی پخش می گردد که اغلب مایل به شنیدنش نیستیم. اخبار اقتصاد در زندگی ما اثر می نهد و ما را سرپا نگه می دارد و شنیدن اظهارات این سیاستمدار پلید و یا مزدور خودفروش فقط اطلاعی است که فراموش می گردد. مثال زنده دیگر جنگ یمن است که روز نوروز امسال سومی سالش را سپری کرد. اگر هدف همونطور که اعلان کرده اند دور کردن یمن از نفوذ ایران بود، آیا نمیشد مخارج هنگفت نظامی را به جای کشتن و خرابیدن در یمن سرمایه گذاری کرد و همه ملت را با محبت و حمایت سوی دیگر برد؟ ملتی که محرومترین ملت عرب است و به هر ریالی نیاز دارد با سرمایه گذاری در کشورش برده سرمایه گذار میگشت. بسیاری از منابع و معادنش تا حال دست نخورده است. طبق تاریخ اصالت همه عرب ها از یمن به شمال و دیگر کشورهای دنیا مهاجرت کردند. آن همه ادعاهای اصالت و برادری و همکیشی کجا شد؟ بیخردی و نابودی برای چیست؟ علت همان استفاده از زور است. زوری که هرگاه توانستیم خودمان از آن استفاده می کنیم تا کارمان بگذرد. شخص و کشور زورمند و یا هر نیروی دیگری از بکارگیری عقل و دانش دور است. خواه این شخص یک فرد معمولی و یا کشور رهبر دنیا باشد. با آرزوی اندیشیدن و تشخیص توان زورگویی خود و مقایسهش با توان اندیشیدن، این گفتار را پایان و به شنیدن گفتار آینده شما را دعوت می کنم. شاد و خرسند باشید. خب بسیار ممنون از این دوستمون. همونجوری که در طی برنامه هم شما شاهد هستید و همیشه گفتیم، شما ها هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، میتونید برنامه هایی رو به صورت آدیو یا به صورت ویدیو داشته باشید یا به صورت گفت و شنود. ما به اصطلاح از اینجا تماس بهتون بگیریم و شما نظرات خودتون رو بیان کنید. دارم برمیگردم به این مشخصاتی که لازم هست اینجا باشه و ایراد گرفتن دوستان. آقای خوشنودی، اگه شما صحبتای این دوستمون رو درباره زبان پارسی دنبال کنی، در برنامه قبل ایشون توضیح دادن که چرا مثلا به نزدیک شدن میگن می نزدیکند و اینها، و خود من یکی از اونهایی هم که بهشون گفتم من فکر نمی کنم عوض بشه به این سادگی. همونجوری که اینایی که تلاش میکنن به سلام بگن درود یا به عکس بگن یادم رفته اصلا، برای که ببینید اصلا اون نمیاد تو مغز آدم، یا کاری رو که ایران انجام داد به این به اینترنت گفت رایانه، بعد مردم با یارانه اشتباه میکردن، به هلیکوپتر گفت بالگرد،
اینا زحمات بی خودی هست که آدم میتونه انرژیشو جای دیگه مصرف کنه. و اما اندی، اجازه بدید من آگهی اندی رو بهتون نشون بدم، بعدم بریم سراغ والنتاین و ببینیم که دوست ما در والنتاین چی میگه و اون احتیاجشون به مکانیک و منیجر به اصطلاح برطرف شده یا نه. اجازه بدیم اینجا هستیم، ما این صفحه رو بیاریم اینجا. و امروز هم یه آهنگی دیدم که منیجر آقای اندی برای ما فرستادن، جان جانان، خیلی قشنگه در این ایام عید و هوای بهار و اینها، و اون را هم براتون در تلویزیون مردم پخش خواهیم کرد. پس با هم بریم و این آگهی یک دقیقه ای رو ببینیم و برگردیم. Sonic Imports and Dom Elder World Entertainment proudly present Greek Theatre. Un alt goddess Sarotina Jahan. Shambe 27 April. Arruya Ruiba. Do Australia Musiki Jahan. King of Rye. Sheikh Khaled. شبیه مطرح موسیقی پاپ ایران در صحنه‌های بین‌المللی. اندی ticketmaster.com. خب 27 آپریل، من تو صحبتام به جای گریک گفتم گریس. وقتی بگید گریس یعنی یونان، وقتی بگید گریک یعنی یونانی. این ما هنوز بعض وقتا چیکن رو با کیچن اشتباه میکنیم. حالا شما اگر خیلی تیتیش مامانی هستین و باباتون مطمئن شده که شما تو آمریکا دنیا بیاین و انگلیسی رو بهتر از فارسی صحبت کنید، اون دیگه مشکل من نیست، مشکل شماست که باید بشینید به این تلفظ من گوش کنید. خب بذارید من برم والنتاین رو بهتون نشون بدم روی فیسبوک، و اگر مایل هستید تماس بگیرید، دنبال کار میگردید با آقای بیژن جعفری تماس بگیرید. والنتاین مولرز، گفتم بهتون اتفاق اینو یه آگهی فرستاده بودن، صداش رو آقای فرخ درست کرد گذاشت و ممنونم از این بابت. سن پیتریک دی، بله اینه والنتاینز موتور. من صفحه فیسبوکشون رو بهتون نشون میدم. فکر کنم این روزا بهترین راه تماس همین فیسبوک و اینها باشه. بله اینجاست و وی موتور کمپانی، اینجا تماس میگیرین. شماره تلفنشون هم دیدم که هست اینجا، بله 301 735 75 53. ایشون به غیر از این که الان یه آگهی دارن که میگن با ماهی 149 دلار شما میتونید صاحب ماشین بشید، دنبال چند تا مکانیک و چند تا مدیر و منیجر میگردن. با این شماره تلفن تماس بگیرید، 301 735 75 53. و تا اونجایی که من میشناسم آقای بیژن جعفری رو، کار کردن با ایشون خیلی راحته، چون آدم راحتی هست و فکر کنم حتی میشه گفت تنها جاییه که افراد رو روی کمیشن نگه نمیداره و حقوق بهشون میده. خب ببینیم که برای شما چی گذاشتیم اینجا در این نیم ساعتی که وقت داریم، بخونیم و نشون بدیم و بریم. اسرائیل بالاخره انتخاباتش بعد از اینکه شب اول گفتن که انقدر به هم نزدیک است که نمیشه بگیم کی، بعد از اینکه 97% رو خوندن، اینم من نمیفهمم، خب چرا هی اعلام میکنید؟ بذارید رأی تموم بشه، همه رو بخونید یه بار بگید، هی دوربین میذارن و چی میذارن و درصد میبره بالا و فلان اینا. بالاخره این آقای نتنیاهو بار دیگر برای بار پنجم
انتخاب شد. و اونایی که فکر میکنن جمهوری اسلامی اولین کشور مذهبی دنیاست، برید به صندوقای رأی اسرائیل نگاه کنید که اون نه تا شمعی که روش هست و پرچم اسرائیل که ستاره داوود هست و اینها نگاه کنید و ببینید که اونها اول این کارو کردند که آخوندا هم یاد گرفتن. حالا روزی که انتخابات هست و اینها، ببینید که اسرائیل چه کار انجام داده. اسرائیل demolishes schools for Palestinians، میگه که اسرائیل رفت و مدرسه های فلسطین رو ویران کرد. demolish یعنی خراب کرد. شما ببین، اگر کسی با کسی دشمن نباشه این کار رو نمی کنه، چون میدونه اگه این بچه ها برن مدرسه درس بخونن، آینده داشته باشن، نمیان تو خیابون سنگ بزنن به اسرائیل، نمیان نمیدونن دنبال تروریست و دنبال انتحاری و اینها باشن. بذارید من این تصویر رو بیارم بالا شما ببینید. و این CNN هم هی میخواد تبلیغ به چپونه تو خراده. یه عکسی که نشون میده، یه دوتا تبلیغ از این برانورش میپره بیرون. این هم اسرائیل. و این بچه ها رو نگاه کنید، مخصوصا این دختر کوچولویی که این اول داره گریه میکنه و این بچه ها مدرسه هاشون رو اسرائیل خراب کرده. این هم هدیه انتخابات اسرائیل به فلسطینی ها. و اما بیایم اینجا در برنامه لایومون، انتخابات اسرائیل بخت تشکیل دولت با نتانیاهوه. مثل که وقتی اکثریت مطلق رو نیارن، اون وقت باید دولت ائتلافی درست کنن یا تشکیل بدن، ولی حالا چون اینا بیشترین آوردن با اینا روش دولت ها و کابینه و اینها نمیدونم. اون چیزی که میدونم این شالاتان ما اینجا هنوز بعد از 2 سال و اندی دولت و کابینش معرفی نشده، یه عده رو به عنوان اکتینگ گذاشته. دلیلش اینه که میدونه آدمایی رو نمیتونه پیدا کنه که مجلسین به اصطلاح صلاحیتشون رو تایید کنن. گفته خب چه بهتر، آدم ها رو میذارم اینجوری به عنوان اکتینگ. اکتینگ مثل جانشین فعلا. و میگن این ضرر بزرگی به دولت آمریکا میزنه. و اما سرقت مرگبار میلیون ها یورو از هواپیمای اتریشی در آلبانی، این هم آلبانی، دوستان مجاهد هم اونجا هستن، ببینیم حالا بعدا چه خواهد شد. سقوط جنگنده F-35 ژاپن، خلبان ناپدید شد. F-35 یعنی همون دنبال F-14 و F-16 و اینا بود تو ایران، الان دیگه بعد از 40 سال رسیدن به F-35 و ایران میخواهد خلیج فارس را به میدان مهم حل و فصل چالش هایش با آمریکا تبدیل کند. خب ما ضرب المثل داریم، میگه دیگی که برای من نمیجوشه سر سگ توش باشه. خلیج فارس اگه سپاه نتونه معامله کنه، اگه نتونه اونجا ابراز قدرت کنه، اگه نتونه گردن کلفتی کنه، معلومه که میریزدش به هم. اینا هر نادانی هم میفهمه، ولی هنوز این شالاتان ترامپ نفهمیده، چون این از نادانها هم نادانتره. و اما میگن که آقای اکبری نوشتن خوشبختانه کشور ایران هیچ وقت مستعمره نبوده، مثلا مانند هندوستان، ولی این بارها از طرف دیگر قدرت‌ها اشغال، ولی ایران بارها از طرف دیگر قدرت‌ها اشغال شده و تفاوت بزرگی است بین استعمار و اشغال. اینم از این. خانم طنازی میگه اسرائیل اگه زورش به فلسطین برسه، اما در اروپا مسلمانان هستند که بر دولت‌های اروپایی رفته رفته چیره میشوند و تغییرات صورت میگیره. چرا؟ موقعی که اروپا، همین فرانسه که اینقدر دوستش داریم،
فرانسه برید ببینید به کجاها تو دنیا رفت، زور گفت، اشغال کرد. حالا این کلمه استعمار هم از اون کلمه ساختن و اینها میاد، ولی چون همه میدونن اولی که آمدن هدفشون یعنی اون بوده، ولی بعد به جای بعد رسیده، کلمه استعمار معنی بدی پیدا کرده، ولی خب دیگه همه اون معنیشو میدونن، استعمار و استثمار. خب این هم از این. بریم گزارش عفو بین المللی از کاهش اعدام ها در ایران و جهان. ایران همچنان دوم است، احتمالاً چین اوله، نمیدونم. علت سفر رئیس جمهور مصر به واشنگتن چی بوده دوستان؟ میدونید مصر شلوغ شده بود چند روز پیش. علت سفر رئیس جمهور مصر به واشنگتن 120 میلیارد دلار دریافت کردن. و اما پنجم می، حالا وقت داریم تا اون موقع، پنجم می یه برنامه هست که الان چند سال دوستان ترتیب میدن و باز برمیگردیم به این کارهای داوطلبانه، کمک هایی که یه نفر پیدا میشه قدم جلو میذاره. یکی مثلا میگه دوستان رو دعوت کنیم، یکی میگه منزل من دعوت کنید، یکی میگه مشروب رو من میارم، یکی میگه خوراک رو من میارم. یه برنامه هست به نام Center for Improving Women's Life، یعنی مرکز بهتر کردن زندگی زنها. این مرکز هر سال، الان سال سوم هست که یک برنامه میذاره برای فاندریزر، یعنی کمک جمع کردن، پول جمع کردن. بعد یکی میاد مثلا یه خونه ای داره، تایمشیر هست، امسال نمیخواد بره، میگه یه نفر بیاد به من یه پولی بده، من میدم به اینا، بره اونجا خونه من استفاده کنه. یکی میاد عینک میفروشه، یکی میاد قاب عکس میفروشه، یکی میاد چیزای دیگه میفروشه. این دوستان ما آقای دکتر محمد موسوی و همسرشون خانم ژاله مصلحی 3 سال هست که این کار رو انجام میده. اگر کسی مایل هست در این برنامه شرکت کنه، بنویسید از الان روز پنجم می، 5 de Mayo، روز پنجم می 3rd annual sip and support، یعنی یه مزه آبجو، یک شرابی، یه شرابی مینوشی و یه پنیری و یک کمکی هم میکنی به این دوستان که اونها کمک کنن به اون. من وقتی جاهای اینجوری دعوت میشم، ببخشید خیلی ساده فکر میکنم آقا حالا رفتم یه رستورانی 2 ساعت بشین، به زور نوبتت بشه، بعد که نوبتت شد تو 20 دقیقه میخوان بخوری و بری بیرون، 130-140 دلار، 200 دلار حداقل باید بدی. خب این پوله رو اونجا میدی به این دوستان، با چند نفر وای میسی گپ میزنی، صحبت میکنی، با چند نفر آشنا میشی. خود ما از تو همین اکشنی که اینها داشتن، سایلنت اکشن، یعنی اکشن ساکت دیگه، داد بیداد نمی کنن، کلک بزنن، بخر، نخری، میخره، اینجوری نیست. مثل آدمیزاد کاغذ گذاشته، نوشته 1 هفته آپارتمان در فلان شهر کنار دریا اینقدر. ما چیزی رو مثلا 800-900 دلار بود خریدیم 400 دلار. یعنی هم به نفع شماست هم به نفع اونها. اگه خواستید 5 می تماس بگیرید، شرکت کنید. توی همین منطقه فیرفکس هست، نزدیکای فیروکس هاسپیتال و اینجا. خب کشتی لنگی آمریکا امروز و جنگی، کشتی جنگ، کشتی درسته یا کشتی دوستان؟ کشتی جنگی آمریکا امروز وارد تنگه هرمز شد. بشه آقا شما اینا رو میترسونی؟ این میگه آقا ما کشتی میان میزنیم، قایق میان میزنیم به کشتی شما، منفجر بشه، همه دنیا از لحاظ نفت فلج بشه. دوباره برمیگردیم به همون ماجرا، اگر این دیگی که داره اینجا میجوشه برای من نیست، بذار سر سگ داخلش باشه. آمریکا اشتباه میکنه، آمریکا بارها اشتباه کرده، الان هم اشتباه میکنه. دلیلش هم اینه که یک مشتی احمقی مثل رضا پهلوی
مثل مجاهدین، مثل حمزه پور، مثل اینایی که دنبال کاسه گدایی دستشونه و میگن بریم بزنه کشته بشه ما اینجا یه پولی گیرمون بیاد، اینا راه افتادن هی میرن. اینا هم فکر میکنن که ایران 80 میلیون همین 8 نفر کور کچل هستن، اینا تشویق میکنن، اونا هم حالا فکر کنن چیزی میشه ببینیم چی میشه. میگن کاردینال ساکو و شیرین عبادی گفتن دین اسلام به اصلاحات بنیادی نیاز دارد. آفرین آفرین، گفت از کرامات شیخ ما چه عجب، مشت را باز کرد و گفت یه وجه، از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. خانم عبادی، همه میدونن همه ادیان احتیاج به ریفورم، بازبینی، بازنگری به زمان شدن دارن، کی میخواد این کار را انجام بده؟ شما فکر نمیکن. خب آقای سربی، واقعا راست و دروغ میگویید، ببخشید درست میگویید. این خانم تنازی از بس ما را اذیت میکنه و گاهی وقتا شوخی میکنه، حرف حساب هم که میزنه ما بد میخونیمش. آقای سربی، واقعا راست و درست میگویید که 20 دقیقه باید غذا بخورید و رستوران را ترک کنید. حالا تو اروپا که اینجوری نیست، تو این واشنگتن اصلا حالا چقدر هم ناز میکنن، زنگ میزنی نه نوبت که ما نمیدیم. خب چجوریه وقتی اومدی اینجا بهت نوبت میدیم؟ شما میری چهار نفر اونجا هستی، میگی میخوام مثلا یه میز چهار نفری داشته باشیم، میگه همه تون اینجا هستین؟ حالا فکر میکنی میزت حاضره، میگی بله آقا همه مون هستیم، یه پیجر میده دسته میگه برو بشین. چقدر طول میکشه؟ 45 دقیقه. دروغ میگن، یه ساعت و 45 دقیقه. گاهی وقتا مال دیگه میدیدم بار یه مشروبی اونجا میخوری، یه مشروب چیه، چند تا مشروب اونجا میخوری، بعد تا نشستی یکی پس از دیگری میاد خوراکی میخوری، آبرو چی میخوری، میکنه تو بیرون. شما بیا اونجا از ساعت 2 تا 5 تا 6 بعد از ظهر 100 نفر میان میرن، باهاشون صحبت کن، این آقا نماینده مجلسه، این آقا به اصطلاح انجمن خیریه کار میکنه، اون خانم این و الی آخر. به نظر من بد نیست، حالا کسی هم مجبورتون نمیکنه پول بدید. فکر کنم یه دفعه نفری 40 دلار ورودی میدادین که اونم دیگه حالا شما میتونید همت عالی بیشتر بدید. خب اینم از این. و ببینیم این یکی چی نوشته. عراق گفته تصمیم آمریکا درباره سپاه میتواند تأثیرات منفی بر منطقه بگذارد. باز عراق هم چشم بسته غیب گفت. و اما ایر نیوز گفته که اینه عراق، بذار بهتون نشون بدم که رئیس جمهور عراق دست در دست حسن روحانی، تلاش میکنیم جلوی تصمیم آمریکا درباره سپاه را بگیریم. آقا تصمیم گرفته شد، اجرا شد، شما کجا تلاش میکنیم؟ خب بذارید ببینیم که این تا عراق نشون دادیم اینجوری شد. یادم افتاد به روزی که سعید پیشنهاد کرد به اون آقای خسروخان، البته یکم شوخی کرد، گفت شما میخواید پر نگاه کنی برو کامپیوتر اپل بخر که ویروس نمیگیره. ولی خیلی جالبه تا این خبرها رو از این سایتای ایرانی که همشون هم منشأشون چین و روسیه است میگیری، اصلا کامپیوتر تو یه کارایی میکنن، میریزن به هم و من نمیدونم چه پروگرامی آدم میتونه داشته باشه که این اینترنت ها یا وبسایت ها نتونن کوکی و نمیدونم شیرینی و اینا برات بفرستن. کوکی چه اسمی هم گذاشتن. خب دوباره درباره همین نادانی ترامپ و ادمینستریشن یا در دوربریاش، همین کافی که من این عکس بهتون نشون بدم. این نوشته 3 گزینه سرنگونی جمهوری اسلامی بر روی میز ترامپ.
آقا میگفتی سه بوزینه، سه گزینه سرنگونی جمهوری اسلامی بر روی میز تراب. مهتاب آبا بخش فارسی ایران بریفینگ گفته که اقداماتی که دستگاه دیپلماسی ایالات متحده در قبال ایران این روزها به کار گرفته است مشابه اقداماتی است که در آغاز جنگ عراق نیز جورج بوش رئیس جمهور آمریکا، معاون او دیک چینی وزیر دفاع رامسفیلد، مشاور امنیتی ملی کاندولیزا رایس، پل وولفولیتس و دیوید ادینگتون در پیش گرفته بودند. خب خیلی باید احمق باشن که اون سیاست رو به کار ببرن، سیاستی که اینجوری به ضرر دنیا شده نه فقط آمریکا. دوباره همون کار رو بهتون گفتم، آمریکا هی اشتباه میکنه، از اشتباهاتش هم تجربه نمیگیره. همینه، اگه کسی دوست داره در این ماجرای اعلام سپاه به لیست تروریستا و اینها صحبتی داشته باشه، مهمان ما باشید تا در برنامه‌های آینده با هم صحبت کنیم. و اما بذارید من این کامرای دورم بهتون نشون بدم که میگه سنتکام چیست، چرا ایران سنتکام را گروه تروریستی خوانده. روز گذشته ایالات متحده آمریکا سپاه را گروه تروریستی خواند، بلافاصله به ایران پاسخ داد و وزیر خارجه ایران در بیانیه‌ای مقر مرکزی نیروهای نظامی آمریکا را گروه تروریستی اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای، بذارید من این براتون بزرگتر و بهترش کنم که این آگهی و اینها را اذیتتون نکنه، چون اینا میپره عوض میشه آدم ناراحت میشه. بله، دونالد ترامپ رئیس جمهور، یا به قول آقای مانوک خدابخشیان ترامپ، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که این کشور سپاه پاسداران انقلابی ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. در این بیانیه رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران ابزار اصلی دولت ایران برای هدایت و به کارگیری فعالیت‌های تروریست خود در دنیا خوانده شده است. در نخستین واکنش پس از اعلام این خبر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران پیشنهاد کرد شورای عالی امنیت ملی ایران نیروهای نظامی در منطقه غرب آسیا موسوم به سنتکام را در فهرست گروه‌های تروریستی جمهوری اسلامی قرار دهد. حالا میگه سنتکام چیست؟ من تا امروز نمیدونستم، شما اگه میدونستید یک دانسته به دانسته‌هاتون اضافه شده. و اما ببین ما اینو میذاریم اینجا، این برای که تبلیغ رو به شما نشون بده، حتی صفحه وبسایت رو عوض میکنه که اون تبلیغه بیاد جلو. حالا یعنی اینا شما ببینید چه پروگرامهایی درست کردن که چگونه هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. مقر مرکزی فرماندهی آمریکا، United States Central Command، یا به اختصار CENTCOM، فرماندهی یگان متحد نیروهای مبارز ایرانی در وزارت دفاع این کشور است. ببخشید آمریکایی، مبارز آمریکایی. اینا براتون چون اشتباه خوندم از اول میخونم. اتفاقا این همون پیشنهادی که به دوستان میکنم که وقتی یه جمله رو یا نوع خوندنش رو اشتباه میگید یا یک کلمه رو اشتباه میگید، برگردید از اول تمام جمله رو کامل بخونید تا رفع به اصطلاح اشتباه و اینها بشه. مقر مرکزی فرماندهی آمریکا توی پرانتز United States Central Command یا به اختصار CENTCOM، فرماندهی یگان متحد نیروهای مبارز آمریکایی در وزارت دفاع این کشور است. به گزارش رویداد 24 CENTCOM یکی از 6
ستاد فرماندهی کل ارتش ایالات متحده آمریکاست و مرکز کنونی آن در پایگاه نیروهوایی مکدیل در ایالت فلوریدای آمریکا قرار دارد. این ستاد در اول ژانویه 1983 میلادی تأسیس شد. محدودیت فعالیت این ستاد حوزه خاورمیانه شامل مصر، آفریقا، آسیای مرکزی و از همه مهمتر افغانستان و عراق است. ببینید دوستان، اصلا کاری به سال 2001 و بمب و هواپیما به ساختمونا بزنن نداره. از سال 1983 این صحبت ها بوده و میگه فعالیت این ستاد حوزه خاورمیانه شامل مصر، آفریقا، آسیای مرکزی، از همه مهمتر افغانستان و عراق است. این مقر در واقع حضور اصلی آمریکایی‌ها در بسیاری از عملیات ها را در جنگ خلیج فارس، عملیات طوفان صحرا در سال 1999، جنگ افغانستان و عراق بین سالهای 2003 تا 2011 را هدایت کرده است. بخونید دیگه، حالا سنتکام رو پیدا کنید، خودتون بیشتر بخونید و آگاه شوید. گفت بدان و آگاه باش، الان عوض شده، میگن بخوان و آگاه باش. این ماجرای لباس سبز پوشیدن، مجریای سبز پوش و اینا چیه؟ خیلی جالبه. من امروز باید میرفتم یک کاری رو انجام میدادم و همش هم میگفتم امیدوارم به موقع برسم، و این پیرنی که من پوشیدم یا بلوز یا پلوور هرچی بهش میگن، رنگش سبز یشمیه. خیلی جالبه. وقتی رسیدم اینجا دیدم خانم طنازی نوشته بود امروز مواظب باشید که سبز نپوشید، چون یه جنبش سبز شروع شده برای پاسداران. یعنی چی؟ حالا اینجا میبینم این لباس پاسداران، بذاری عکسی بهتون نشون بدم، کلاهشون و اینها همه سبز هستن و اون جنبش من بیخبر بودم، خبر ندارم. شانسی هم که ما داریم الحمدلله اینجا وقتی از این کروماکی استفاده میکنیم، چون رنگای سبز رو از بین میبره یا نمیبینه، این لباس ما رو هم یه رنگ قهوه‌ای گرفته. بهتون گفتم تو برنامه ایرانی کراوات میزنی، طرف میگه آقا 22 بهمن رو جشن گرفتی، لباس مشکی میپوشی، اون میگه آقا نمیدونم مرگ شاه رو سوگواری میکنی. یعنی هر کسی از زن خود شد یار من. آقا این لباس سبز، جنبش نمیدونم بنفش، اینا چه غلطی کردن تا حالا که حالا من و دیگران بتونیم کاری انجام بدیم؟ واکنش روحانی به تروریست خواندن سپاه. گفت که شما آمریکایی‌ها در رأس تروریست‌های عالم هستید. اینم از این. واکنش بازارها به تنش ایران و آمریکا، افزایش محافظه‌کارانه قیمت نفت، طلا و دلار. خب بله، بنده دیروز که رفتم بنزین بزنم اونجا متوجه شدم 30-40 سنت رو هر یه گالون رفته بالا. حالا شما من بگو که نمیدونم سپاه رو جز به تروریست میذارن، کی ضرر میکنه؟ آخونده ضرر میکنه؟ این به قول دوستمون دیگه نگید آقازاده ها، بگید لجنزاده ها، آخوندزاده ها، اینا ضرر میکنن؟ یا سوربی که وقتی میرفته ماشینشو بنزین میزده مثلا پر میشده 30 دلار، حالا دیروز میشه 35 دلار، سوربی هم میگه خب من که چاقم، 5 دلار اینجا دادم، نهار دیگه نمیخورم. رونمایی روحانی از سنترفیوژ های نسل جدید. سنترفیوژ چیست؟ یک روز پس خب اینا توضیح میده. آغاز انتخابات اسرائیل از رویای رکوردزنی نتانیاهو یا دولت پاک جنرال. کجا بود که یک، فکر کنم توی یوکرین باشه، این انتخابات یوکرین هم اون ماجرایی که اول اون خانمه انتخاب شد بعد گرفتنش اینا، یک آقایی تو برنامه‌های تلویزیونیش ادای رئیس جمهورا رو در می آورده، مثل اینجا این آقای هست ادای دونالد ترامپ در میاره. بعدن هی این اون بهش میگن خب آقا شما چرا نمیایی برای انتخابات؟ رفته و انتخاب شده. حالا
به خاطر اینکه دموکرات ها تو آمریکا انقدر تعدادشون زیاد شده که مردم مسخره میکنن. یکی به همین آقای اسمش چیه بگید به که نقش ترامپ رو بازی میکنه، به این گفت آقا تو بیا انتخابات شرکت کن. و درباره انتخابات اینجا که بحث نشون دادن ورقه های مالیاتی ترامپ شد، و چون اینم باز یکی از دروغ‌های دیگه‌اش گفته بود من نشون میدم، حالا میگه نه من نشون نمیدم مالیات ورقه مالیاتی، نه یه چیز گفت که به ضرر برنی ساندرز شد، چون این ورقه های مالیاتی نشون داد کسی که این همه از این صحبت میکرد که چرا یه نفر میلیونر باشه، یه نفر پول نداشته باشه زور نهار بخوره، یه نفر باید بلند شد صبح بره سر کار و نگران باشه که اگه کسی نبردش سر کار، این با دست خالی باید بیاد خونه به پسرش به دختر به زنش بگه من نتونستم شیر خوش برای بچه‌ام بخرم. دیدن ای بابا ایشون هم میلیونر تشریف داره. البته ناگفته نماند الان تو ویرجینیا شما هر کسی یه خونه داشته باشه این نیم میلیونر هست. حالا اگر تونسته باشه قسطشو داده باشه و تموم شده باشه و اینا میلیونر، چون خونه ها قیمتش همینه، یه میلیون دو میلیون، بری این طرف که ایرانی ها هستن نمیدونم 6 میلیون 7 میلیون اینجوریه. بله خب ببینیم که چی میگیم، کجا هستیم. وقتی ازدواج با هم جنس قانونی شد، نخست وزیر لوکسمبورگ با همسرش در شام رسمی. نمیدونم شما مثل من، اینجا میگن old fashion قدیمی هستی، شما هم حالتون ممکنه به هم بخوره، یا شما میگید به من چه، ببخشید یه چیزی هست میگه چیز هر کس رفت. این آقا و اون آقا رو نگاه کنید. یادمه سالها پیش یه آقایی بود اینجا به نام جی گوردن لیدی، یکی از اونایی بود که ماجرای نیکسون و واترگیت و اینها اینم مسئول بوده، و من چند بارم اینجا تو فیرفاکس دیده بودمش و حرفایی که میزد درست بود. مثلا تو ترافیک اسرا میگو آقا هی میری این خط هی میای اون خط، این ترافیک سرعتش کمه به خاطر افرادی مثل تو که هی خط عوض میکنن، تو که هر روز داری این مسیر رو میری، میدونی که نمیتونی 60 مایل بری 40 مایل، خب جونت بالا بیاد 40 مایل برو، رادیو تم گوش بده سلامت برس به اینجا، هی این ورور نرو که یا یکی بوق بزنه یکی دعوا بشه و اینا. این موقعی که سالها پیش راجع به این همجنسگرایان و گی و اینها داشتن صحبت از این میکردن مساوات و اینها، میگو والا بلا شماها از ما بیشتر مساوات دارین، چیزی که هست شما خیلی هی صداتون رو در میارین. آقا خانم هر کاری میخوای بکنی تو رخت خواب به من مربوط نیست، ولی شما میخوای رخت خوابتون رو بیارین بزنین تو خیابون، اونجاست که به ما مربوط میشه. حالا شما نگاه کنین، خب زنی شوهری، مردی زنی، آخه این چیه؟ یادتونه توی جایزه اسکار اون آقایی که اومده بود یه لباسی پوشیده بود و اینها. خب بذار ببینیم مانی چی میگه. اکبری میگه آقای عکس بردار دلم به هم زد، منم همینجوری میشم. اصلا یکی اینه، یکی رقص آقایون وقتی 5-6 نفر با هم میرقصن، چون همون موقع فکر میکنی که این آقاها هستن که اگه بشه اسمشونو بذاری آقا، که دلیلی اصلا نمیذارن خانما برقصن. اینایی که میرن فوتبال این آقاها هستن که نمیذارن زنا بیان میادین فوتبال، و الا همشون بگن آقا گور پدر فوتبال، مگه چی میشه؟ یکی برنده میشه یکی بازنده میشه، من میشینم تو خونه بغل دست همسرم بغل دست دخترم، تا اون آخونده تا اون مسئوله بگه آقا این هفته ضرر کردیم، امجدیه یا نمیدونم اون باشگاه آزادی چیه اینا، با 100,000 تا 60,000 تا هرچی میومدن نیومدن، ولی وقتی میرن کره خراب با هم دعوا هم میکنن، شیر سماور تو کون داور میکنن، نه این داور ما، خب اینا هستن. حالا اینا هم همینجورن. بله میگه که آقا
این معانی خورسندی میگه. فردا مجاهدین عکس شما رو با مسیح علی نژاد و بقیه میگذارن فیسبوک به عنوان طرفدارهای سپاه جور و زور. بذارن این همه که گذاشتن چه غلطی کردن، بذارن. ولی من حرف خودم رو میزنم و اینجا یه سکوی ارتباطی درست کردم. دیروز یه نفر $200 فرستاده بود، امروز برایش رو نوشتم من از شما ممنونم، تشکر کردم، گفتم خیلی ممنون که شما با حمایت خودتون این سکوی ارتباطی و این بلنگو رو که دست من هست قوه و باتریشو میخرین. کسی هم هنوز به قوه میگه باتری یا به باتری میگه قوه؟ یادتونه میگفتم قوه، واقعا کلمه فارسیش قوه است دیگه، حالا باتری یا بدری. بله، میگه شما 10 دقیقه با اینا حرف بزن، 8 دقیقهش راجع به سکسه. راست میگه، اصلا من نمیدونم. خب آقا عوض شدی، زن بودی، مرد بودی، به ما چه؟ در صورت اونم آقای خورسندی میگه یه چیزی میگفت، کفتار بود هر آن یا مردار بود هر آن که او را نکشن. ما نمیخوایم بگیم ما خیلی شجاع هستیم، ولی هیچ کدوم از اینا به پای رضا پهلوی و به پای رجوی و اینا که از لحاظ زورگویی، از لحاظ قدرت اینا نمیرسن، از لحاظ تهدید کردن من از اینا نترسیدم، دم گوششون هم هستم. حالا از کسی میترسم که یه عکسی بندازه بگه طرفدار سپاه هستم؟ من طرفدار سپاه نیستم، طرفدار این هستم که آمریکا هم داره خودش رو نابود میکنه، هم دنیا رو به طرف نابودی میبره. ببخشید شاید درست نگفتم، نگران این هستم، نه طرفدار این هستم. نگرانی هستم که آمریکا هم داره خودش رو نابود میکنه، هم دنیا رو به طرف نابودی میبره. ویلا گور پدر سپاه، اصلا یعنی چی که توی مملکتی 2 تا ارتش باشه، 2 تا نیرو باشه؟ بهتون گفتم تو همین آمریکا 2 تا، حالا یه ارتش هست که چند تا قوا رو داره، هیچ، یه ارتش دیگه هست نشنال گارد ملی، اون به اصطلاح که دوستان توضیح دادن گفتن اون ارتش کجاست؟ ارتش ایالتی هست، ارتش فرمانداری ها هست، یعنی ارتش 50 تا ایالت 50 تا ارتش برای خودش گذاشته و این قانون اسلحه دست هر کسی باشه که دولت زور نگه و اینا را اینجا هی دارن همینجوری رواج میدن. و الا پاسداران اول آمدن گفتن اینجوری، بله عوض کردن، حالا همه کاره مملکت شدن پاسدارا، از کارخونجات، از مواد غذایی، از معاملات بزرگ، از واردات، از صادرات، همش شده پاسدارا. خب حالا شما اینا رو گفتی جزو چی هستن؟ چی میشه؟ بازار سیاه را میفته تو دنیا. بله دوستان عزیز، ممنون و متشکرم ازتون. میگه خب حرف جلیق زردهای فرانسوی هم این بود که درآمد من توان اداره 2 یا 3 رفراندوم را ندارم، مالیات سنگین میپردازم، نمیتونم بچه هایم را به سفر ببرم. یکی از وزرا پاسخ داد که خب میگم که تبلیغ های تلویزیون را کم کنن تا تحریک نشوید، یا با تماشای تبلیغ های تلویزیونی. ببینید، یعنی اینا نشون میده چقدر اینا از جامعه دورن. در صورت دوستان، به قصه ما به سر رسید، خاله سوسکه به خونش نرسید. این هم جون این گل درخت اوک هست که ظرف 3 ساعت باد شدید از منزل همسایه برای من هدیه آورد. این گل درخت اوک هست. آها، این درختای آمریکا رو تو کانادا، تو کالیفرنیا نمیدونم، ولی نگاه کن چه چیزیه این گل درخت اوک هست. یه درختی هم اینجا هست مثل بهش میگن درخت چایی، یک چیزایی داره مثل ریش آویزونه. ببینید این پتیک عکس خونش رو انداخته، میگه که این گل درخت اوک هست که همسایه از فکر کنم شما جمعش کردی، جاروش کردی، انقدر شده یه دفعه نمیشه یه چیزی به این بزرگی رو باد ببره. بله این روزا شما ماشینی تو خیابونای اینجا که پارک میکنی از این شکوفه های سفید میریزه روش و یکم هم آب که میمونه مثل لجن میزنه و دیگه هر چیزی خوبیش میاد بدیش میاد. گل اومد، بهار اومد، میرم به صحرا، وقتی هم از صحرا میای پادرد میگیری، باید بخوابی استراحت کنی. ترامپ سهمش را از دزدی ها میخواد.
آفرین، این معنی میزنه به هدف. میگه ترامپ این صدای پاسدارا و اینا رو اینجوری یقشونو گرفته، میگه بی سهم من کجاست؟ نگران مردم ایران نیست، الکی خوشحال نشید، این میگه سهم منو بده، هر کاری دلت میخواد انجام بده. آقای مانی اگه درباره موضوعات مختلف خاصی صحبت کنی، بذار من این شماره تلفن رو بذارم اینجا بهتون نشون بدم، میتونید تا 3 دقیقه پیام بذارید، اگه بیشتر وقت لازم داشتید دوباره به اصطلاح پیام بذارید، ما پیامتون رو در برنامه آینده دیگه با صدای خودتون با اسم خودتون پخش میکنیم. میگه اوک بلود یک نوع تقدس هم داره برای آمریکایی‌ها، والا تنها تقدسش اینه که خیلی درخت ارزونیه و چیزایی که با اون درست میکنن خیلی دوام نداره، نه مثل سیدار تری هست، نه مثل درخت گردو هست، و درخت اوک خیلی که همون چنار خودمونه دیگه، نه درخت چنار. خب اینم از این. دوستان عزیز به پایان آمد این قسمت، حکایت همچنان باقی است. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. دوستانی که روی فیسبوک شاهد قطع و وصل بودید، برید همون موقع بزنید میبینید که امروز باز فیسبوک مشکل داشته. ببینید اینا میان یه برنامه هایی رو عنوان میکنن، بعضی وقتا فکر نمیکنن که هر کسی میاد از این برنامه ها استفاده میکنه، بعد که این برنامه ها رو همه گیر میشه، همه استفاده میکنن، اینا امکانات کم دارن. وقتی امکانات کم دارن، کسایی که ماشینای قدیمی بلدن میدونن یه سیم برق از کویل میومد میرفت وسط دلکو، این چکش برق این برق دلکو رو پخش میکرد میچرخون. اگه ماشین چار بود، چار سیلند بود، 1-3-2-4 فکر کنم اینجوری بود، 1-3-4-2 اینجوری بود، اگه 6 سیلند بود اون بود، 8 سیلند بود اون بود، ولی این کارو میکنه، به این برق میده، به این برق میده، به این برق میده، به این برق میده، به این برق میده. بعضی وقتا اینقدر اینا تند میچرخی که شما متوجه نمیشی، ولی شما رو قطع و وصل کردن. کی متوجه میشی؟ موقعی که سوربی داره از اینجا برنامه پخش میکنه، شما این برنامه رو داری میگیری. اون وقت اگه فیسبوک مثل چکش برق دلکو این برق چیکار کنه، شما میفهمی و قطع میشه، اونم درستش میکنن، باید صبور باشه. ولی بهترین کار اینه که ما رو از مردمتیوی.com ببینید و از مردمتیوی.com قسمت لایو یا زنده. روز روزگار بر شما خوش، جمعه با شما خواهیم بود، امیدوارم آقای امیر حسین لادن هم با ما باشن. حمایت رو فراموش نکنید که ما وابسته نشیم به دیگران. وقتی وابسته بشی میشه اون شعر علی کنکوری، گفت تا بگی نه پشت کنکور میمونی. بعد به این نتیجه میرسیم که آقا همه بنز سوارن، ما چرا ماشین 4000 دلاری سواری؟ ما میخوایم بنز سوار بشیم. طرف میگه سر تو خم کن تا درها باز بشن. نمیخوام دیگه، ما با این سن و سال ما چی هم نمیخوام. بله بنز هم نمیخوام. بنز اتفاقا آقای سعید کاووسی حرف درستی میزنه راجع بهش، میگه بنز و بنز و جگوار و اینا، اینا فقط یه اسمه. جگوار که اصلا میگن هر وقت میخری دو تا بخر، یکیشو بخر برای خودت، یکیش هم که بذاری توی مکانیکی، هر وقت اون خراب شد عوض کن. بنز میری میگی سلام، میگن 400 دلار بده، سلام علیکم. میگی میخوام روغن عوض کنم، میگه 500 دلار. میگی نوبت سرویس بیش شده، میگه 1100 دلار. ولی بدبخت شبله، پیکاپ، تویوتا، هوندا، اینا این خر چی بارشون میکنیم؟ رو سرشون دوشک میذاریم، رو سرشون چوب میذاریم، بعدم تا یه پنچر میشه رفتیم روی میخ، میگه آقا این ماشین آمریکایی فایده نداره. اینم از سعید کاووسی یاد گرفتم. دوستان عزیز روز روزگار بر شما خوش، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، تلویزیون مردم رو حمایت کنید، به امید دیدار شما در برنامه ها و نظر بدید، تماشا کنید، اول نظر بدید، مهمان برنامه های ما باشید. مرسی مرسی مرسی.